سلام بچه ها، شب همگیتون بخیر. خوشحالم که تونستیم دوباره دور هم جمع بشیم. بچه ها، دلیل جلسه امشب در واقع اتفاقات جدیدیه که توی فضای NFT داره میفته و اتفاقاییه که اصلا فارغ از دنیای هنر داره کلا دنیا و اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار میده و این اتفاقا قسمت زیادیش هم اتفاقاتیه که توضیحات تکنولوژیک نیاز داره. برای همین من از امیر رضا درخواست کردم که امشب با ما باشه تا پشتوانه تکنیکی بحثمون باشه و بتونه کمکمون بکنه این مسائل تکنیکی و فنی رو بهتر متوجه بشیم و بهتر باز کنیم. و بارمان هم همراهمونه. بارمان یکی از بچه‌هایی که از طریق دایمنشن ما باش آشنا شدیم و کم کم پتانسیلش رو دیدیم و الان توی نوشتن پست‌ها کمکمون میکنه و چون که یه تجربه توی NFT داره و خیلی پیگیر توی این فضا و دانشش رو داره، میتونه از در واقع از مسیر یک آرتیستی که توی این فضاست با ما صحبت کنه. برای اینکه وارد بحث بشیم نیاز داریم به اینکه یه بیس تئوریکی رو بچینیم، یه ترمینولوژی، یه سری واژه ها رو با هم مشخص کنیم، معنیشون رو بدونیم که توی بحث گیج نشیم. اینا رو که مشخص کنیم و کلیت مفاهیم رو توضیح بدیم، حالا با کمک بچه ها از اونجا دیگه با کمک هم پیش میریم و بیس تئوریکمون یه جا گذاشته شده، همه از اونجا همراه هم میریم. این بلاکچین یه لیستیه از یه مش بلاک، ولی حالا اون بلاک ها چیه؟ بلاک ها به اصطلاح بگیم شما میگن یه مش ترانزکشن به علاوه یه سری دیتا حاوی این که قبل و بعد این بلاک توی این چین چیه. حالا یه ذره بازش کنم دقیق تر بگم. میشه اینجوری گفت، فرض کن شما الان که چنو دیتا دارین، فرض کن کریپتوکارنسی یا مثلا یه اسمارت مثل یه چیز مثل NFT. حالا من توی این مثال برای اینکه کریپتوکارنسی یه ذره معروف دارم با اون مثاله بگم. فرض کنیم یه لیستی از یه سری بلاک داریم که توی هر بلاک یه سری داده است مربوط به ترانزکشن های بیت کوین. مثلا من به امیر حسین بیت کوین میفرستم، توی شبکه بیت کوین این به عنوان یه بلاک در نظر گرفته میشه. خب حالا این وقتی وارد شبکه میشه لزوماً درست نیست، شاید دروغ باشه. خب برای همین بقیه وظیفه دارن بیان چک کنن بگن آیا این چیزی که وارد شبکه شده راسته یا دروغه. خب منتها این بررسی صحت فوق‌العاده نیاز به ریسورس های سخت افزاری داره. برای همین حالا مثلا یکی از اثرهای بعدش اینه که محیط زیست رو داغون میکنه. حالا به این پروسه هم اسمشو بگیم که میگن proof of work. درسته؟ آره، ولی خب این الان زیاد مهم نیست، میخوام کانسپتشو بگیم. ولی این مدل کار آره این. خب پس یه مشت کاربری که تو این بلاکچین هستن میان چک میکنن ببینن این ترانزکشن درست بوده یا نه با استفاده از چی، با استفاده از این محاسبات سنگین. نتیجه این کار اولا مشخص میکنه که درست بوده یا نه، و دوم اینکه به کسی که اولین کسی که اینو کشف کنه جایزه میدن. جایزش چیه؟ یه مثلا یه مقدار واحد کریپتوکارنسی که اون بلاکچین توش ران شد. مثلا اگه تو بلاکچین اتریوم این کار انجام بدی بهت اتر جایزه میدن. اتر هم اسم پولشه. خب حالا اینی که گفتم اگه تجربه کرده شید یه نفر این کار نمی کرده، کلی موجودیت میان هی بررسی میکنن. برای همین به این میگن دیسنترالایز، یعنی یه نفر نمی گردونتش، کلی موجودیت ریز همه در کنار هم میان. خب چی بگم؟ خب اگه تجربه کنید، خب منم الان مثلا میتونم فردا بیام یه بلاکچین درست کنم. خب منتها
برای من وقتی من این کارو کنم زیاد اهمیت نداره واسه بقیه. چرا؟ چون چیزی که باعث میشه همه اینا ارزش پیدا کنه اینه که هم یه کامیونیتی از آدما اینو قبول داشته باشن. مثلا بیان بگن آقا من ما چون قبول داریم حاضریم به جای اینکه به هم دلار بدیم و از هم بگیریم مثلا کریپتوکارنسی رو از هم بدیم و بگیریم. حالا یه ذره دیپترش هم این که این ترانزکشن ها توش چی هست؟ خب یعنی مثلا این ترانزکشن که قرار بره تایید شه تو این شبکه چی هست؟ خب یکی از مرسوم ترین چیزاش چیه؟ خود تایید ترانزکشن های دیگه است. مثلا همون مثالی که گفتم من به یکی دیگه بیت کوین میفرستم، این ترانزکشن فرستادن بیت کوین به نفر دیگه قراره بیاد تایید شه. یه ترانزکشن دیگه چیه؟ یه چیزی که اخیراً ترند شده بهش میگن NFT. ولی NFT خودش مستقیما نیست، NFT اسمارت کانترکت. حالا فرض کنید مستقیما NFT داریم. یه ترانزکشنی رخ داده، این که NFT من فروخته شده به آقای X. این عمل میاد وارد بلاکچین میشه و بقیه تاییدش میکنه. وقتی این تایید میشه صاحب معنویش نه، صاحب اون آرتورک شده آقای X، ولی خالق اثر من هم صاحبش شده. برای دیگه ببین تو NFT ببخشید من یکم حالا میخوام بگم NFT چیه خواستم سر آره همین که حالا NFT چیه که حالا صاحب اثر کیه. آره NFT یه توکن. آره NFT خلاصه بگی NFT مش کرکتر پشت همه، یه توکن. خب که این توکنه به یه نفر تعلق میگیره و اینو میگه که آقا اون طرف فلان آرتورک رو خریده. خب حالا پس اینه که مثلا بری تو گالری بگی من فلان نقاشی رو دوست دارم، فلان نقاشی رو خریدم، مالکش من دیگه. ما تا وقتی میخوای اینو بیای تو فضای دیجیتالی بیان کنی یه راهی نیاز داری، چون چیز فیزیکی نیست که دستت باشه، یه راهی نیاز داری اینو ولیدیت کنی آقای مالکش من. خب و همین اومدم بحث NFT رو مطرح کرد. حالا NFT فرض کن میتونست تو بلاکچین نباشه. خب یعنی مثلا یه سایتی، مثلا شرکت گوگل میومد یه لیستی میداشت از گفت فردی به نام X اثری به نام وایو داره که آقای زد درستش کرد. خب منتها این میشد نسخه فرق سنترالایز و دیسنترالایز هم کوتاه اگه میشه. آره دیگه همینجا میخوام بگم. ولی وقتی ما میایم اینو وارد فضای بلاکچین میکنیم باعث میشه که کلی آدم بیان اینو تایید کنن که وقتی مثلا آقای وای اثر ایکس رو میخره این اتفاق رخ داده و واقعا مالکش اون وایه. درسته؟ بنابراین یه نفر نیست که میگه، یه جمعی همه با هم تایید میکنن این موضوع. برای همین امنیت داره. یکی ها نمیتونه بیاد فرد بگه آقا مالکش منم. چرا؟ چون تو میتونی بگه آقا من توکنم اینه، این توکن توی شبکه تایید شده، حرفی که تو میزنی منطقی نیست، پس تو داری مثلا تو این خلاصه NFT. حالا NFT یه فضایی نیاز داره که توش تو مثلا NFT درست بشه وارد شبکه بشه. خب این مثلا چی؟ مثلا این وبسایت آکشن حراج میشه، آکشن مارکت پلیس میگیمش دیگه. آره آرتیست میاد کارش رو میذاره اونجا و حالا چجوری این وارد شبکه بلاکچین اون میشه؟ بهش میگن عمل مینت کردن. با که میاد در واقع خیلی بیسیک بگیم
میاد میگه آقا مثلا اگر عکس اینه، اسمش اینه، مالکش که منم، آیدی والت هم اینه. اینم بگم مثلا تو بلاک تو این فضا مثلا ما یوزرنیم پسورد نداریم، اکانت نداریم، ما والت داریم، با آیدی والت هم دیگر رو میشناسیم. خب میگه والت آیدی اینه، عکس آرتورک هم اینه، اسمش اینه. خب حالا اینو میخوام وارد شبکه شما کنم، شبکه بلاکچین شما کنم که به اسمم ثبت کنی و اینکه یه مقدارم پول باید بهتون بدم برای اینکه هزینه های این ترانزکشن داخل شبکتون رو اولش من، یعنی یه راهیه برای اینکه هر کی نیاد همجوری الکی مینت کنه بندازه تو شبکه، چون ریسورس بره دیگه. این کارا رو انجام میدم، آرت ورک من وارد شبکه بلاکچین میشه. حالا اگه تو اون اکشن وبسایت یکی بیاد اثر منو بخره، حالا به هر صورتی توی اون شبکه بلاکچین من NFT به اسم اون ثبت میشه دیگه. یعنی انگار که اومده تو گالری فیزیکی تابلوی منو دیده خریده، منتها همینا رو دیجیتالی کنید، اومده توی وبسایت اکشن دیجیتالی اثر من دیده، با پرداخت اون کریپتوکارنسی NFT رو به اسم خودش کرد. حالا اتریوم مثلا بگیم الان خیلی معروف واسه این کار، به خودی خودش یعنی اینجوری نیست که اتریوم بگه فقط مثلا سایت فاوندیشن میتونه این کار رو انجام بده، بلکه اومده یه استانداردی تعریف کرده، یعنی یه الگویی تعریف کرده برای وبسایت اکشن هم حتی نه، واسه یه قراردادی که NFT رو تولید میکنه. بعد حتی اگه منم فردا برم با استفاده از اون استاندارد یه سایت بسازم، اتریوم قبولش میکنه. اگه کسی با اون سایت من قرارداد ببنده، وارد شبکه اتریوم میشه. پس ما اینوش استاندارد داریم که هر کسی اگه رعایتش کنه میتونه کانترکتوی و قراردادهای اتریوم درست کنه. مثلا یکی از معروفاش EIP 721 به چیزی نیست جز یه مش قانون برای این که بگی که بیان میکنه اگه شما دوست دارید یه NFT درست کنید که توی بلاکچین اتریوم ما قبولش داشته باشیم، باید این ویژگی ها رو داشته باشه. مثلا باید اون سایتتون عمل ترانسفر اونر رو بتونه انجام بده. مثلا اگه یکی NFT رو خرید، یکی NFT رو داشت، فردا خودش میتونه بفروشه به یکی دیگه، همینجوری برده. یا اگه کلن برای منیج کردن NFT و این چیز هست. پس استاندارد ما داریم. آره دیگه کنم اصلیش رو گفتم، هر چی توضیح بود اگه نیاز بگم. خب این بذار من یه اوورویو ریز بکنم از حرف رو. پس ببین، این شد که بلاکچین عملا در واقع یه لیسته که توش یه سری بلوکه که در واقع اینا یه سری اطلاعات داخلشونه. حالا این بلوک ها یا میتونن خود اون ارز دیجیتال ما یا اون کریپتوکارنسیمون باشن که مثلا میگیم انقدر از این متنه، انقدر از این تکستی که اینجاست معادل مثلا یه دونه اتریومه، مثلا معادل یه دونه بیتکوین. نه هرچی. خودش مستقیم نیست. خب فضایی که روی بلاکچین میگیره رو میگم. آره یه میزان فضا هر کدوم اینا روی بلاکچین میگیرن. خب و اتفاقی که همه اینا رمزنگاری شدن ها. یعنی مثلا تو نمیتونی بیای فلان بلاک و محتواشو ببینی. اگه میشد که حالا امنیتی سیه سوال. آره خب بعد اون وقت اتفاقی که میفته چی میشه که میگیم ما دیسنترالایز شده یه چیزی؟ الان دوتا واجه بود، دیسنترالایز و centralize. بحثی که هست اینه که اینا در واقع دو تا کانسپت مخالف همه. خب ما
ما یه چیزی داریم به اسم سنترالایز. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که یک منبعی داره که بقیه چیزا از این منشعب میشن. فرض کن مثلا ما یه سروری داریم که حالا یه سری کامپیوتر بهش وصلن، یه سری نود بهش وصلن، این میشه سرور سنترالایز. خب اتفاقی توی کریپتوکارنسی ها میفته و توی مفهوم بلاکچین میفته اینه که چیزایی که ما داریم دیسنترالایزن. و حالا دیسنترالایز چیه؟ دیسنترالایز اینه که چیزی مرکزیت نیست. یه سری نودن، یه سری اجزا هستن که هر کدوم اینا یه قدرتی دارن و هیچ کدوم قدرت اصلی نیست. خب حالا این دیسنترالایز بودن چطوری به دست میاد؟ از این به دست میاد که همین که امیر گفت، هر اتفاقی که اینجا میفته توی این بلاکچین میفته در واقع یه سری چیز رمزنگاری شده است که یه سری آدم با کامپیوترهایی که دارن، با دستگاه قدرتمندی که دارن، ثانیه به ثانیه یه نسخه از این بلاکچین رو دارن روی سرویس خودشون و اینا با هم دو به دو چک میکنن. یعنی فرض کن هر دو نفر میان میگن که آقا این اتفاقی که افتاده رو بلاکچین تو هم اتفاق افتاده؟ میگه آره. بعد وقتی که بگه آره، مثلا فرض کن هر کسی که داره استفاده میکنه از این بلاکچین این تاییده رو بده، اتفاقی که میفته اینه که خب قبول میشه. یعنی ما همه قبول داریم که این ترانزکشن یا این در واقع اتفاق روی این بلاکچین افتاده. خب همین باعث میشه که نشه که مثلا شما بری یه سرور اصلی رو هک کنی یا حالا هر بلایی که میخوای سرش بیاری، یا اینکه یه چیزی رو کپی کنی، یه چیزی دستکاری کنی توی این بلاکچین، و این اتفاق نمیتونه بیفته چون تو سنترالایز نیستی، دیسنترالایزی، کلی اجزای مختلف داری. تو یکی از اینا رو، دوتا از اینا رو، صد تا از اینا رو بتونی چیز کنی، هکشون کنی یا بهشون دروغ بگی، بقیه رو که نمیتونی، بقیه که میفهمن که اینا دروغه. باطر همین اتفاقی که میفته اینه که خیلی امن این شبکه و دیسنترالایز میشه. بعد هم گفتیم که خب NFT در واقع یه جایی روی این بلاکچین تعریف میشه و یه توکنه، یه چیزی مثل ژتونه که الساق میشه به اثر هنری. میگه که این اثر هنری که آرتیستش مثلا آقای فلانیه، آقای فلانی هم مثلا بایرشه، ازش خریده و به مثلا انقدر قیمت اتریوم یا حالا هر ارز دیگه ای این آخرین بار فروش رفته. خب این اتفاقی که NFT به وجود میاره. حالا یه بحثی که بود بهش هم کوتاه اشاره شد، این بحث proof of work. بیایم به این یه اشاره بکنیم. proof of work در واقع همون اتفاقیه که میفته بین اعضای یه دونه شبکه بلاکچین که تایید میکنه یه ترانزکشن رو. یعنی میگن فرضاً این اثر هنری که فروخته شده به آقای فلانی و این مقدار مثلا اتریوم رد و بدل شده یا هرچی، یه اتفاقی روی بلاکچین افتاده. در مورد NFT که ما داریم صحبت میکنیم اینه که این اثر فروخته شده. خب حالا کل آدمایی که روی بلاکچین هستن، کلشون که نه، حالا آدمایی که روی بلاکچین هستن میان ببینن که این اتفاق واقعا افتاده یا نه. وقتی که میخوان ببینن این اتفاق افتاده، به این کار میگن proof of work. همه اینا شروع میکنن یه سری چیزو بررسی میکنن، یه سری معادله ریاضی رو بررسی میکنن. البته الان اینجا باز امیررضا وارد بشه میکنم بهتر. امیررضا proof of work رو میخوای دقیقا بگی چیه، چه اتفاقی، چون میخوام برسم به اون عوارض محیط زیستی NFT، بگیم که چی میشه که این چک کردنه کلی هزینه بره و کلی به محیط زیست صدمه میزنه. یه چیزی من قبلش یادم فهم به همه این بلاکچینه گفتیم همش رمزنگاری شده است، باید هم فکر میکنه نه، ولی در این که هم در این که همش رمزنگاری شده است، ولی کدی که این شبکه رو درست میکنه همشون بازه، متن باز بهش میگن. یعنی هر کسی میتونه بره این کدو ببینه، بعد هم شاید فکر کنه وای اینکه اصلا منفی داره اگه همه بدونن چه خبره، که مثلا امنیتش میاد پایین. ولی در این هم ولی این توی واقعا نیست، دقیقا برعکسشه.
چون دقیقا همه میدونن چجوریه. یکی از خوبیاش اولا اینه که اگه کسی مثلا از لحاظ امنیتی ببینه این یه مشکل داره میره برات فیکسش میکنه توی یه کامیونیتیه که هم مثلا برای پول یارو نیومده که مثلا این برنامه رو درست کنه و هم باید کمک کنه. یعنی یه چیزی که آدم فکر کنه اگه همه بدونن پشتش چه خبره امنیتش میاد پایین، ولی دقیقا برعکس میخواستن. اون بحث این آره. proof of work داریم و proof of work دقیقا همون چیزی که گفتم، یعنی باید یه مش آدم بیان بگن بحث معادلات ریاضی بیان ببینن ترانزکشنه واقعا ولیده یا نه، که این هر چقدر این شبکه بزرگتر بشه پیچیده تر میشه، زمان بیشتری میبره، بعد کامپیوتر قوی تری میخواد که هی باید روشن باشه، هی پروسس کنه تا تهش فوقش اگه تایید بشم برای یارو هر چقدر زمان بیشتر بره، نتورک بزرگتر بشه، پول کم کریپتوکارنسی کمتری هم گیره طرف میاد. خب ولی خب پس اینا کار... در ازای این که تایید بکنن یه چیزیو یه چیزی گیرشون میاد دیگه. آره دیگه، یعنی نتیجه زحمتی که کامپیوترشون میکشه است، پولی که خرج میکنن واسه تایید ترانزکشن است. اون پول در واقع انرژیه که داره خرج میکنن، برقیه که آره. داره سیستمش مصرف میکنه. آره ولی خب ما یه چیز دیگه داریم بهش میگم proof of stake. stake مثلا میشه سهم، شاید کلمه خوبی باشه. آره. میگه که مثلا تو proof of work مثلا من فردا میام کامپیوتر فوق العاده قوی میگیرم میریزم مثلا تو بیت کوین، هی میام ترانزکشن بررسی میکنم. خب proof of استیک اینجوری نیست، میاد میگه که ما میایم بررسی میکنیم ببینیم اون کسی که میخواد تایید کنه یا رد کنه چقدر کارنسی توی این بلاکچین ما داره، یعنی یه جوری میاد ارزش گذاری میکنه. به همه اجازه نمیده که مثلا یکی که هیچ پولی نداره یهو بیاد کلی ماین کنه. راستی به این عملت بررسی محاسباتی میگن ماین کردن. آره میاد میگه که هر کسی به نسبت سهمی که تو این کارنسی ما داره قدرت انجام محاسبه بهش بدیم. حالا فقط اینم نیسته، مثلا اینم میتونه توش دخیل باشه که حالا مثلا اگه من 10 تا بیت کوین دارم دیروز مثلا نخریده باشم، اینو تو مدت 5 سال خریده باشم مثلا. یعنی پس مدت زمانی که داشتی براشون مهم. پس مثلا در نهایت میتونه اینجوری بشه که اگه کسی 2% بیت کوین های کل دنیا رو داشته باشه میتونه 2% ترانزکشن ها رو تایید یا رد کنه و در ازاش بیت کوین های خودش بیشتر مثلا. این در واقع توضیحات برای proof of stake دیگه، که اون میزانی آره. که پول داره در واقع باعث میشه که هرچقدر که میتونه تایید کنه. آره دیگه، به نسبت ارزشی که اون فرد داره بهش اجازه محاسبه بدی، یه جوری میشه اینجوری گفت. حالا این در مقایسه با اون یکی باعث میشه که یوزرها رو محدود میکنه دیگه، نمیذاره همه هر چقدر خواستن کار کنن، واسه هر نفر یه پیکی میذاره، میگه تو نمیتونی بیشتر از این حد ترانزکشن ها رو چک کنی. بنابراین باعث میشه که ریسورس های کمتری مصرف شه. حالا تو اون وجهی که مد نظر توه از از محیط زیستی ضررش کمتره. آره این یه کانسپتیه که هست. متأسفم بگم این مثلا proof of work که ما میگیم بعده واقعا بد هست، ولی یه سری ایده هایی دارن میزنن که یک کاری کنن این کمتر ضرر زیستی بزنه. مثلا سر طراحی اون کامپیوتر رو جوری یا
یه جور خاص انجام میدن یا میبرنشون یه جای خاص توی زمین یا همچین چیزه. ولی رجبه این با دیتیل نخونه، ولی خواستم بگم واسه اونم دارن یک سری کارهایی میکنن. خب ببین حالا بازم از اینجا ادامه بدم بعد بارمان هم وارد بحث بکنیم. پس گفتیم که الان توی سیستم های در واقع کارنسی قدیمی تر پروف آف ورک استفاده میشه که یه آدمی میاد میگه که آقا من میخوام تا میتونم ترانزکشن رو چیز کنم، ترانزکشن ها رو بررسی کنم و اینجا ماین میکنه و برای بررسی کردنه باید یه سری در واقع معادله ریاضی کامپیوترش حل کنه که اینا نیاز به برق داره و خیلی هم هزینه سنگینیه. یعنی من رفتم نگاه کردم الان اتریوم میزان برقی که سالانه توش مصرف میشه برای چک کردن ترانزکشن ها معادل بذار ببینم 26 تراوات ساعته. حالا 26 تراوات ساعت معادل چیه؟ 26 تراوات ساعت معادل برق مصرفی سالانه کشور اکوادوره. خب حالا این اتریومه، بیت کوین میزان برقی که توش مصرف میشه 119.87 تراوات ساعته. خب که این معادل برق مصرفی سالانه کشورهایی مثل هلند و مجارستان و امارات. خب یعنی هزینه فوق‌العاده وحشتناکی ما داریم صرف میکنیم برای اینکه صرفا ببینیم ترانزکشن ها انجام شده یا نشده. خب و این محاسبه مالی که انجام میشه شاید خیلی وقتا اصلا به دردم نخوره. یعنی شما ممکنه که بری توی یه دونه مارکت پلیسی و یه سری کار هست دیگه، یه سری آدم هستن که هر کدومشون یه سری کار گذاشتن برای فروش. خب از این کلی کاری که اینجا گذاشتن برای فروش و عملیات مینت کردن و روش انجام دادن، مینت هم گفتیم یعنی یه کاری رو توی بلاکچین ثبت کنه یا بذاری برای فروش. مثلا فرض کن اینقدر کار هست که گذاشته شده برای فروش، از این انقدر کار شاید انقدرش فروش بره. خب ولی برای کل این مقدار یه سری آدم نشستن با کامپیوترهاشون چیز کردن دیگه، در واقع پروف آف ورک انجام دادن، پروف آف ورک رو چک کردن. خب و یه میزان خیلی زیادی انرژی داره مصرف میشه و همین باعث میشه که خیلی اصلا سمت NFT نرفتن و یه خیلی اصلا تحریمش کردن و گفتن به خاطر ضررهای زیست محیطی که داره ما این کار نمی کنیم. حالا اتفاقی که افتاد این بحث پروف آف استیک به وجود اومد. پروف آف استیک هم جالبه، من اولین موردم یه آدمی توی فرومی اصلا اینو معرفی کرده، همچه تو فروم بوده نوشته که چه خوبه که جای مثلا پروف آف ورک بیم پروف آف استیک رو به این صورت انجام بدیم. خب پروف آف استیک چطوری بود؟ هم طور بودش که هر کسی که حالا یه میزانی سهم از اون ارزی که درش داره این اتفاق مینت شدن میافته، فرضاً اتریوم داره، این میزان رو اعلام میکنه که من میخوام بیام و کار پروف آف استیک انجام بدم. برای پروف آف استیک انجام دادن این میزان اتریومی که داره رو میذاره توی یه والت مشخصی، درش هم میبنده، قفلش میکنه و اینو میذاره در اختیار در واقع اون بلاکچین اون ارز و اینا دست اون آدم ها هست و این شروع میکنه کاری که میکنه ولیدیت میکنه. یعنی اینجا دیگه ماین نمیکنه، این اجازه داره به میزان پولی که داره یه سری ترانزکشن و یه سری بلوک رو در واقع بگه که آقا اینا ترانزکشن های درستی هست. و وقتی که اینا رو میگه، اگر که اشتباه بگه و اگه دروغ گفته باشه، از این پولی که اینجا توی حسابش هست کسر میشه و اگه درست گفته باشه این پولش هست و دست نخورده میمونه. یه میزان پولی هم بهش میدن، ترانزکشن فی میگن بهش، یه میزان خیلی کمیه، یعنی اونقدی نیست که مثلا خیلی جذاب باشه برای اینکه همه مثلا بیت کوین
برن کار پروف آف ورک بکنن پول درارن، این میزان کمیه. و همین باعث میشه که این آدمه دیگه ماین نکنه. خب یه اعتباری این توی اون والتش داره و این اعتباره رو گذاشته کنار رو، حالا یکم ازش پول در میره. این اتفاق باعث میشه که خب خیلی ضررهای محیط زیستی این قضیه کم بشه. و حالا اتریوم اعلام کرده که توی نسخه بعدیش، اتریوم الان روی بلاکچین کلاسیکش کار میکنه. از اون شما میخواید اتریوم بخریدم، اتریوم کلاسیک داریم و اتریوم ورژن 2.0. خب الان روی کلاسیکش داره پروف آف ورک کار میکنه. اتریوم نسخه 2 که بیاد، اینجا بکشمش، میشه پروف آف استیک. و خب پروف آف استیک که بشه همین اتفاق میفته، هم هزینه‌ای که برای مینت کردن ما باید بدیم به اسم گس فی خیلی کمتر میشه، همین که خب ضررهای محیط زیستیش هم باز خیلی کمتر میشه. حالا الان یه اتفاقی که اخیرا توی فاز کریپتوکارنسی تو فاز NFT افتاده اینه که یک ارزی هست به اسم ارز تزوس که فکر کنم میشه XTZ اختصاریش، مثل اتریوم که میشه ETH میشه XTZ. این ارزی ارز خیلی ارزونیه و الان در حال حاضر نزدیک 5 دلاره هر یه دونه XTZ که تزوسه. و این اومده وارد زمینه NFT شده و یه مارکت پلیسی هم راه افتاده به عنوان اولین مارکت پلیسی که بر اساس تزوسه و یه اسم خیلی عجیبی هم داره که من نمیدونم درست میخونمش یا نه، ولی هیکت نانک من شنیدم که خوندنش، که نوشته میشه هیکت نانک. و تو این اتفاقی که میفته اینه که چون از پروف آف استیک استفاده میشه به شدت ضرر محیط زیستی کمتره و خب قیمت گسفی ها پایینه. یعنی مثلا گسفی که شما باید اونجا اون پولی که میدید که کارتون مینت بشه، فرضاً اگه توی اتریوم هستش که 175,000 چقدر دقیقاً بارمان؟ مینت کردن بستگی داره، بعضی روزا تا 300 هم میرسید، چون شما تو فاندیشن یه هزینه مینت باید بدی، یه هزینه لیست باید بدی، تقریبا هزینه هاشو اومده به دو تا بخش تقسیم کرده. شما میتونی کارتو مینت کنی بذاری بمونه بعدن لیستش کنی اگه پول نداری یا به هر دلیل دیگه ای. میتونی همزمان جوتو لیست هم اینجا بگو. خب مینت کردن کلا به فرآیندی که میای NFT تو روی بلاکچین اتریوم ثبت کنی میگن مینت کردن. لیست کردن میاد کارتو میذاره توی پلتفرم فاوندیشن برای فروش، یعنی تا وقتی شما کارت لیست نشه فروش نمیره، کارت کسی نمیتونه روی کار شما بیت بذاره. شما میتونی کارتو مینت بکنی که خودت کالکتورش باشی دیگه، لیستش نمیخواد بکنی که دوباره یه هزینه اضافه ای بدیم. شما کارتو که مینت کنی تو اتریوم بلاکچین به نام ولت شما این NFT ثبت میشه، این آرتورک لیستش کنی میره روی پلتفرم فاوندیشن که کالکتورها میتونن بیان بیت بزنن روشو برای خودشون کالکتشن کنن. که حالا هر پلتفرمی دیگه فاوندیشن رو اون مثال داریم. آره مثلا یه جا مثل ریبل کل مین تو همون اول میدی، یه جا مثل اوپن سی یه گسفی فقط میدی و واسه خود یه کالکشن میسازی، می آرت ورکات توی اون کالکشن قرار میدی، واسه همین دیگه نیازی نیست واسه هر آرت ورک پول گسفی بری دوباره. حالا اتفاقی هم که افتاد توی این چند روز به شدت گسفی ها اومده بود پایین، فکر کنم یه هفته قبل بود نزدیک $300 میشد هزینه مینت و لیست کردن NFT که اومد پایین و اگه اشتباه نکنم $15 هم رسید. عجب. که دیگه حالا توی اون کامیونیتی که خودمون هستیم واسه NFT تو ایران توی این چند روز خیلی کار مینت کردن بچه ها، از جمله خودم که یه کار دیگه هم مینت کردم دوباره.
پس یعنی ما یه تلورانس خیلی شدید داریم که اینم باز بسته به قیمت اتریوم یا هر بلاکچینی که روش داریم کار NFT انجام میدیم بالا میره و پایین میاد دیگه. درسته. تو این چند روز هم خود گسفی اومده بود پایین، هم قیمت اتریوم. یعنی بهترین تایم واسه مینت کردن آرت ورک بود این چند روز. درست. خب حالا ببین اتفاقی که میفته، ولی اون چیزه، اون گسفیه به میزان اتریومش ثابته درسته؟ نه ثابت نیست، قیمت اصلی و خود گسفی اتفاقا تعیین میکنه. الان گسفی من رو مرورگرم گذاشتمش، الان 70 استانداردش. استاندارد توی همون سرعت سرعتیه که ماینرها میان اکسپت میکنن ترانزکشن تو. یکی از بچه‌ها مثلا میخواست واسم یکم اتریوم بزنه نزدیک 2 هفته پیش، گسفیش پایین بود، این 3 روز تو پندینگ مونده بود، کسی اکسپت نمیکرد اینو، که حالا رفتیم درستش کردیم درست شد. الان اصلا گسفی 70ه، یه گسفی نرمالی 70. چند روز پیش 30 بود مثلا عددش، عددش اتریوم نیست. نه یه چی؟ عدد خاصی داره واسه گسفی که نزدیک به دلاره. مثلا گسفی 70ه، هزینه مینت کردن الان دقیق بهت میگم، از این مینت کردن 63 دلاره الان با گسفی 70. عدد مخصوص به خودش داره. درست. خب دمت گرم. ببین الان اینو گفتیم، من بازی برگردم به این بحث چیزم، بحث NFT روی پلتفرم تزوس. اتفاقی که افتاده اینه که خب الان خیلی آدما رفتن جذب این مارکت پلیس شدن. خب و اصلا هم بعید نیستش که در آینده اصلا تزوس هم خیلی از این قضیه سود کنه و بره بالا، ولی به نظر من الان به نظرم یکم دیگه بریم وارد نظر دادنه بشیم. الان بیس بحثمونو چیدیم، گفتیم که چی به چیه. به نظر من اصلا اتریوم با حالتی که الان داره، الان اتریوم چنده؟ 2000 خورده یه؟ الان 2600، همین الان چک کردم. خوب بیا الان اتریوم 2600 دلار. خب و کسی که میخواد روی بلاک چین اتریوم کار بفروشه، به نظرم وقتی که یه دونه کارنسی انقدر قیمتش بالا باشه، همینطور یعنی طبیعیه که بالاخره گسفی هم بالا بره. گسفی ها که بالا میره سخت میشه برای آرتیست ها که کار بتونن مینت کنن، و کلن اصلا این بحث NFT و اینکه حالا در دسترس همه باشه کلن ملغا میشه به نظر من. برای همین به نظر من اتریوم شروع کننده خیلی خفنی بود برای این قضیه، خیلی جذاب بود که این کار کرد، ولی من امیدم به تزوس الان خیلی بیشتره، چون اولا که اون ضرارهای محیط زیستی رو نداره و انوایرمنت فرندلیه، و من چون هم می‌نویسم کون میشه، خب هم انوایرمنت فرندلیه، هم که گسفی خیلی کمی داره، همین که این الان پلتفرمی که روش هست کیوریشن نمیخواد. کیوریشن وقتی یه چیز نخواد یعنی شما نیازی نیستش که اینوایت بگیری، یعنی شما نیازی نیستش که حالا کسی بگی بیا، و اینم حالا خیلی مهم نیست چون کلی پلتفرم دیگه ما توی بر اساس اتریوم داریم، مثل ریبل، مثل اوپن سی دیگه. اونایی که دعوت نامه نمیخوان چیان دیگه؟ تقریبا اکثر چیزا دعوتنامه نمیخوان. حالا سیستمشون اینجوریه که نیفتی که دعوتنامه نیست، شما باید نیفتی و سوپر، شما باید بری فرم پر کنی اونجا به عنوان یه آرتیست خودتو معرفی کنی. حالا فرمای جفتشون هم من چک کردم، مثلا ریویل میگم چه، ببخشید، سوپر ریر فرم جالبی داشت. شما به عنوان آرتیست خودتو معرفی میکنی، 1 دقیقه ویدیو از خودت میگیری، خودتو آرتتو معرفی میکنی که نوشته، حالا حتما لازم نیست انگلیسی باشه، هر زبونی که میخواد راحتی صحبت کنید. میگفت 5 تا از بهترین کاراتون رو دنبال کنید و چیزی که پشت این کاراست رو بهمون بگید. یه همچین فیلتری رد میشه که آرتیست بتونه وارد سوپر ریر بشه. مثل فاوندیشن نیست، الان فاوندیشن اینوایتش رو میفروشن، یعنی هر کی
کار بفروشه 5 تا اینوایت گیرش میاد. خیلی هم میان اون اینوایت رو میفروشن به ازای یه تعدادی از اتریوم. کانسپتش کانسپت خوبی بوده فاوندیشن، که اوکی ما بیایم اینو اینوایت اونلی بکنیم که آرتیست های خوبی بتونن بیان تو، آرتیست های خوب جمع بشن، ولی خیلی موفق نبوده تو این کار. مثلا دیروز یا پریروز بود یه عکس از محمد رضا شاه بود، طرف رنگیش کرده بود 4 اتریوم گذاشته بود داشت فروش میرفت. همین چند دقیقه قبل فروش ریپورت کردیم، چون عکسه از گتی ایمیج بود، یعنی عملا مال خودش نبود، فقط رنگی شده بود. بعد پروفایلش رو بستن، اون فروشش هم کنسل شد قبل اینکه به فروش برسه. مثلا دیگه تو سوپر ریر همچین اتفاقایی نمیافته، توی مثلا ریبل و اینا ممکنه بیفته، ولی سوپر ریر و نیفتی، حالا نیفتی خیلی باز بهتره سوپر ریره. نیفتی اگه نیفتی اصلا خودش مثلا که چیز میکنه دنبال آرتیست هم میگرده، یعنی نیفتی خودش میره، ولی شما بازم میتونی فرم پر کنی واسه رفتن. یه فرمی شبیه فرم سوپر ریر داره، شما فرم میکنی 2-3 هفته ای تقریبا جوابتو میدن. و توی نیفتی حالا همه چی تو چک میکنن دیگه، شهرت تو، سطح کاراتو، همه چی رو چک میکنن. پلتفرم خیلی بزرگیه، فقط هم آرتیست های خوب توشن. و اگه دقت کنی اکثر کسایی که تازه وارد NFT شدن مثل سلبریتی ها و آرتیست ها همه شون روی نیفتی بودن. مثلا اصلا شروعش نیفتی بود و خود بیپل هم روی نیفتی کارشو فروخت. آره آره، مثلا پری سیلتون یه مدت پیش اومده بود دیگه، ای سپراکی گذاشته بود، ویکند گذاشته بود که 1,000,000 خورده فروش رفت، همه هم داد به خیریه ویکند، همه رو یکم کمتر، چون فکر کنم یه بخشی سهم اون استودیو بود که کاراشو زده بود، استرنج لوپ بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. و اینکه در کل، ولی اینکه شروع کننده نیفتی بود دیگه، نیفتی درسته. حالا که وارد شدیم من اینم توضیح بدم، یه آرتیست مثل ویکند اومد گفت اوکی شما NFT منو که میخرید، آهنگای آن ریلیز شده من که ریلیز هم نخواهد شد رو پلتفرم‌های دیگر رو دریافت میکنید. یعنی الان کالکتورهایی که داشتن یه سری آهنگ از ویکند دارن که هیچ جا شیر نشده، فقط دست خودشونه، پابلیک هم نشده تا جایی که من میدونم، کسی نیومده شیرش کنه. مثلا ای سپراکی اومده بود میگفت که کارکترهای NFT میتونن وسط ریکورد آلبوم یه روز کامل بیان تو استودیو سر بزنن. یعنی وارد همچین فازی داره میشه. حالا ادامهش بدم اینو. این یعنی چی؟ یعنی که دیگه از پارت فقط هنر داره میاد بیرون، دارن یه سری خدمات رو بر روی بستر NFT ارائه میدن. مثلا حالا دیدم چند روز پیش، مثال چند روز پیش هم نه چند ساعت پیش، یه دونه خونه توی کالیفرنیا به عنوان NFT فروخته شده بود. یعنی یه آرتورک اصلا خونه بود، کالکتور اون NFT خود خونه رو هم دریافت کنه روش، یعنی اون خونه میشه مال کسی که NFT رو خریده. یه جور قراردادیه که دیگه متمرکز نیست این قرارداد، مثلا اومدن روش خونه هم فروختن. مدیر عامل یکی از صرافی‌ها بود اگه اشتباه نکنم. باید بگی. کدوم؟ یه خونه بود تو مریخ گفتی پیش فروشش کردن. توی مریخ نبود. تو خوندم. نه من نبودم. اینی که من میگم توی کالیفرنیا بوده. یه خونه بودش 500,000 دلار توی مریخ پیش فروشش کردن. این خیلی بحث مهمیه ها. یعنی ما تقریبا داریم میگیم ازش میگذاریم، ولی یه چیزی که اصلا ما توی لایو می‌خوایم بریم سمتش و اون رو صحبت کنیم، اینه که چقدر NFT فراتر از اینه که تو یه سری آرتورک بفروشی. یعنی اصلا انقدر اقتصاد دنیا رو این میتونه عوض کنه NFT و در کل مفهوم سمارت کانترکت، که حالا امیررضا میاد بیشتر توضیح میده. ولی بحث اینه که اصلا اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که فرضاً تو وقتی همه چی رو بتونی NFT کنی، وقتی همه چی رو توی اسمارت کانترکت یا قرارداد هوشمند بتونی بگنجونی، دیگه اصلا نیازی برای فرضاً سازمان ثبت اسناد توی کشور وجود نداره و اصلا نیازی نیست که این توی کشور به خصوص باشه. فرضاً تو اگه خونه ای میخوای بخری،
تو خونت اینجا توی تهرانه، میتونی بفروشی به یکی توی برزیل، میدونی همش میتونه توی مارکت پلیسی باشه و همه برن اونجا خرید و فروش کنن. و این NFT و اون توکنه در واقع اون جتونه، این میتونه به هر چیزی الساق بشه. یعنی تو میتونی اینو به خونت الساقش کنی، میتونی اینو به ماشینت الساقش کنی، میتونی اینو به آرت ورکت چیزش کنی و همه چی ممکنه که وارد NFT بشه. و این منظرم خیلی بحث جالبیه و بحثی که مخصوصا توی فضای NFT ایران خیلی بهش پرداخته نمیشه. الان ما توی ایران خیلی بیشتر داریم راجع به این جنبه آرتش صحبت میکنیم و انگار که NFT فقط همینه، در صورتی که آینده NFT انقدر بزرگه و یه سری چیزهای دیگه هم هستن. الان یه کارنسی هست به اسم چین لینک که حالا من به امیرزا میگم، امیرزا خیلی با من توش موافق نیست که ممکنه خیلی دنیا رو عوض کنه، ولی اسم میکنم چین لینک ممکنه خیلی دنیا رو عوض کنه و لوگوش هم یه همچین چیزیه. چین لینک کلن یه دونه کریپتوکارنسیه برای سمارت کانترکت، قراردادهای هوشمند بر بستر اتریوم. و کاری که میکنه اینه که دنیای واقعی ما رو میاد وصل میکنه به دنیای دیجیتالی اتریوم یا همون بلاکچین. و مثلا تو به یه سمارت کانترکت میتونی با یکی قراردادی ببندی و سمارت کانترکت هم خیلی امنن دیگه، چرا؟ چون روی بلاکچین هم میتونی با یکی قرارداد ببندی بگی که آقا من مثلا انقدر گونی برنج دارم و انقدر گونی برنج رو میخوام به تو تحت یه دونه قرارداد سمارت بفروشم. حالا این میزان گونی برنج قیمتش چقدر باید باشه؟ تو میگی خب من نمیدونم قیمتش چقدره، ولی هر روز قیمت برنج مثلا توی فلانجا مشخص میشه، توی سازمان اصناف داره مثلا مشخص میشه. این کاری که لینک یا چین لینک میکنه اینه که میاد این قیمته رو از اینجا بر میداره، میاد میگه خب قیمت روز این چیزه، این برنج اینقدره، و کسی که میخواد این برنج رو بخره میتونه از این سمارت کانترکت سفارش بده و این برنج رو بخره. خب حالا من خیلی ساده گفتم، اینو بعد امیرزا خیلی کامل تر توضیح بده، ولی خب خیلی جذابه. یعنی تقریبا هر چیزی که ما اطرافمون میبینیم میتونه وارد این قضیه بشه. و علاوه بر این که الان یه سری آرت ورک در واقع دیجیتال صفر و یکی ما داریم میفروشیم، واقعا در آینده ممکنه که برای در واقع تصدیق واقعی بودن و اوریجینال بودن یه اثر، حالا اثرم توی دنیای واقعی باشه، ما از NFTش استفاده کنیم. یعنی ممکنه تو حراجا تو بری مثلا NFT کار یکی مثل داوینچی رو بخری، میدونی؟ این ورزم یه بحثه که یکم بریم توش. و امیر رضا هم الان میتونه وارد بشه بحث تکنیکالی که الان داشتیم، بحث چیزا چین لینک و کلن سمارت کانترکت رو یه توضیح بهمون بده، ببینیم که سمارت کانترکت چیه و تو آینده چی کار رو میتونه برام بکنه. آقای نم زدن این سمارت کانترکت ها مثلی در واقع اپلیکیشن هایی که میتونی روی بلاکچین اعمال کنی، با مثلا اینو کریپتوکارنسی، یعنی ترانزکشن هاشو. خب مثلا NFT یکی از نمونه های سمارت کانترکت هاست که در کل سمارت کانترکت ها نظر اوتومیت شده کانترکت های فعلی مونه. مثلا ممکنه مثلا تو قرارداد کاغذی بگی مثلا هزینه پشتیبانی محصولی که من به شما میخوام بفروشم هر سال نسبت به سال قبل تورمه که بانک مرکزی اعلام میکنم باید بهش اضافه کنی. خب اینو تو قرارداد میتونی کنی، ولی تو اسم کانترکت میتونی بگی این اتوماتیک برات حساب کنه. خب هر لحظه مثلا بگی هر روز قرارداد پشتیبانی قیمتش آپدیت میشه. کلا میتونی بیای دیتا های خارج قرارداد تو بیای وارد این قراردادت بکنی. حالا این
این جنبش که تو بلاکچینه به امنیتش کمک میکنه و به این که نفر سومی نیاز نیست که بیاد براتون قضاوت کنه. مثلا اگه با طرف مقابل دعوت شد نمیخواد بری دادگاه، خب میاد میگی که یه بلاکچینی، این سیستم بلاکچین ما کلی آدم تایید میکنن اینو، پس تو وقتی داری خلاف برات حرف میزنی حرف ولید نیست. خب حالا دیتا ها چی من میتونم باشم؟ فرض کن مثلا من دارم برای یه مشتری، خب مثلا برم سفارش شده آقا من بیا برای خونم و اسمارت هوم کن، مثلا واسه اتاق خوابم، من میخوام وارد اتاق خوابم شدم سنسوری بفهمه من وارد شدم، چراغ برام روشن کنه، یا مثلا شبا وقتی خوابم برد اگه دید دارم تکون نمیخورم رو تختم حدس بزنه مثلا خوابیدم چراغ رو خاموش کنه. خب اینو خیلی اپلیکیشن رندومیه دیگه. بعد فرض کنم با قرارداد میبندم، بعد اسمارت کانترکتی میاد چی میکنه، چیکار میکنه؟ میاد سنسوره رو، خب سنسوره رو به کانترکت، به این قرارداد رو وصل میکنه، هر وقت سنسوره کار نکرد برداشت این میشه که آقا چیزی که من تحویل مشتری دادم خراب بوده و میتونه از هم خسارت بگیره. این یه خیلی چیز رندومی، من دیتای سنسور رو وصل کردم. خب میتونه مثل هم که گفتم میتونه تورم که بانک مرکزی اعلام میکنه رو بیاد وصل کنه، کلن میتونی بگیری بری تا تهش دیگه. مثلا یه نمونه که مثلا میتونه باشه، فرض کن بیای تو بازی های کامپیوتری ربطش بدی، حالا دیگه اونجوری کانترکت نیست ولی مثلا همین چین لینکه میتونه بهتون کمک بکنه که بازی تو یه ذره اتومیت کنی، یعنی همه چیشو مثلا بازی سازه نگه، بر اساس یه سری ایونت های خارجی محتوای داخل بازی برات عوض شه، یعنی همون دیتا خارجی. آره دیگه، کلن کاربردش اینه که بیاد بر اساس اول اینکه یه سری قرارداد اتومیت شده بیاد به تحت بلاکچین بهت بده، میتونه اینجوری باشه، و اینکه بهت این توانایی بده که به هر صورتی که ذهنت کار میکنه دیتای خارجی رو لینک کنی به قراردادت، و مطمئن میشم، مطمئنم هستی که مثلا یه شبکه‌ای هست که این قراردادتون رو تایید میکنه و خودت و طرف مقابل قراردادم اینو داری، و نفر سومی هم نمیخواد که مثلا قاضی بشه اگه مثلا بحثی پیش اومد. این فکر کنم یه توضیح کلیه به یه لینک هست کاربردشو دارم، مثلا 77 تا نمونه کاربرد هست، اونو میتونم بفرستم. آره تو این گروه تکنولوژی میتونی بذاری با حالا. ببین چیزی که برای من جذابه اینه که چقدر نیاز به کلی سازمان سنتی از بین میره، یعنی واقعا نیاز به سازمان اسناد از بین میره، نیاز به مراجعه به دادگستری تا حد خیلی زیادی برای خیلی از جرائم مالی و این چیزا از بین میره، و این به نظر من چیزیه که مفهومی که پشت این انقلاب کریپتوکارنسی و NFT هست و ما اصلا بهش نگاه نمی کنیم، و به نظرم فراتر از این که حالا ما صرفا بگیم که تو NFT این کارمون رو بفروشیم یا اون کارمون رو بفروشیم، فرای این که این به نفع ما هست به نفع ما نیست، یعنی فرای این که مثلا من یه کارم NFT بکنم بفروشم یا نفروشم، مثلا اینش واقعا در درجه چندین و چندم اهمیته. به نظرم مهمتر از همه این تغییریه که توی زندگی هممون در آینده اتفاق میفته و این خیلی برای من جذابه، و استفادهش همش کلی ایده تو ذهن آدم میاد که فکر میکنی توی بازار هنر این چه اتفاقی میتونه بیفته. کوچکترینش به نظر من اینه که حالا هر اثر هنری NFT میشه گیج. بحث اینه که با اون برنامه نوشتن روی در واقع چیزا روی هر NFT، چون میدونم که NFT ها قابل چیزن دیگه،
میشه روشون برنامه نوشت، میشه یه دونه اپ باشه، یه دونه NFT مثلا، حالا نه اپ به اون منظور کلاسیکی که ما میشناسیم از اپلیکیشن و اینا، ولی خیلی کار میتونی بکنی. مثلا بیپل یه کار داره که فروخت، چیز بود، یه کاری بود که نصفش صورت بایدن بود، نصفش صورت ترامپ بود، اون اینا مثلا تنش بود. بعد این یه کدی نوشته بود روی NFT این اثر که در واقع همین اسمارت کانترکت بود. گفته بودش که این کار وقتی که فروش میره بعد از انتخابات آمریکاست، شما برو دیتا رو از مرکز حالا رأی‌گیری آمریکا هرچی بگیر، بیا و این آرت ورک منو عوضش کن. این آرت ورک من اگر که بایدن برد بشه صورت جو بایدن، اگر که ترامپ برد بشه صورت ترامپ. خب اینا یه سری کارهایی که اصلا کلا با استفاده از پتانسیل‌های خود این میدیومه و خود NFT میشه کرد. حالا الان نظر بارمانو میخوام بدونم که بهم بگه به نظرت بعد از این حوزه NFT و اینکه یکم چیزش بخواب، یکم عادت کنیم، یکم هول نباشیم و این فاز اولیش بگذره، به نظرت چه اتفاقاتی میفته تو بازار هنر؟ چون میدونم که تو هم حالا پیگیر دنبال NFT هستی، بین بچه هایی که کار NFT میکنن هستی، میدونی که داری چی کار میکنن. آره. اول اتفاقی که میفته خیلی کیفیت کارا میره بالا. خب البته یه اتفاق بعدم پشتش میتونه بیفته که میگم اونو. اتفاقی که میفته خیلی کیفیت کارا میتونه بره بالا. مثلا من خودم قبلا سعی میکردم تا جایی که بشه پست بذارم سریعتر. مثلا کارم میدم اوکی، دیگه نیاز نداره به چیزی، سری میوردم رندر میگرفتم پست میکردم. ولی الان همون رندری هم که برات فرستادم دوباره میخوام برم روش کار کنم از اول، دوباره برم تو زیبراش تریسا رو عوض کنم. چرا؟ چون کوالیتی کار مهمه تو NFT. کالکتورا اگه تو شناخته شده نباشی نمیان کارتو خوب کارتو بخرن، اصلا شاید نبیننش. ولی شناخته ترک شده باشی، یادم مثلا یه نفر یه صفحه سیاه واسه فروش گذاشته بود، یه اتریوم فروش رفته بود، همچین چیزایی هم هست. مثل یه جورایی مثل هنر مدرن میمونه دیگه، استاندارداش فرق داره، ولی خب نمیشه گفت بده. مثلا نمیتونی بیای یه پورتری هنر مدرن رو با یه دونه مثلا مال دوران رنسانس مقایسه کنی بگی خب هنر مدرن چرا اینجوریه، چرا مثلا صورتش کجه نسبت به اون. اتفاقی که هست اینه یکیش. دومی این که یکم اون دید آرتیستیکه ممکنه تو بعضیا بد بشه. الان تو خود کامیونیتی که هستیم با بچه ها، بعضیا میان استایلشون رو عوض میکنن، کلا استایل آرتش رو عوض میکنه با سلیقه کالکتورا. این خب میتونه نسبتاً چیز بدی باشه، میتونه یه جوری تاکسیک باشه، یه جوری که تو بیایی چون کالکتورت فلان چیزی رو دوست داره همچین کاری رو کنی. اینجوری فقط هدفت از اون بخش آرتت میشه فروشش. و اینکه یه دید بدی که هست نسبت NFT اینه که میان میگن که خب اوکی فلانی داره به این قیمت میفروشه، فلانی کارش اینجوری داره اینقدر میره، خب ما هم بریم سری فروش میره دیگه. که خودم هم همچین پیش زمینه ای از NFT داشتم. وقتی واردش شدم تازه فهمیدم قضیه چیه، که تو تا وقتی که تعامل نداشته باشی تو کامیونیتی، تا وقتی که همینجوری هی برید لینک تو اسپم کنی، مثلا برید دایرکت کالکتورایی بگی تو رو خدا آرت من رو بخرید و اینا، همچین اتفاقی نمیفته. اینه جورایی یه صبر خوبی میخواد. شاید مثلا این کاری که انگاهداشتم بیا 6 ماه فروش نره، ولی بعد اون 6 ماه کوالیتی کارم به جایی میرسه که به قول خودت وایرال میشه. وقتی که وایرال شه قطعا توجه کالکتور رو جلب میکنه. مثلا یکی که ببینه که اوکی مثلا من 2 ماه پیش همچین کاری رو مینت کردم، بعد الان تو همچین ساعتی هم میگه خب اوکی، حالا الان وارد بحث اینوستمنت رو NFT هم میشم، میگه خب اوکی مثلا طرف تو مثلا 2 ماه انقدر پیشرفت کرده، یا مثلا نزدیک 1 سال دیگه ممکنه یه آرتیست خیلی شناخته شده باشه، من میام اولین NFT شو میخرم ازش، حالا به هر قیمتی هم که باشه، چون قطعا میره بالاتر. تو وقتی مثلا
حتی اگه یه اتریوم مثلا بذاری واسه NFT که مثلا 1/10 اتریوم واقعا ارزش داره، وقتی اون یک اتریوم فروش رفته، یکی حاضر شده به اون قیمت بخره، تو ریسل بعدیش میره بالاتر، احتمال اینکه بیاد پایین تر خیلی کمتره. یعنی اگه کالکتور اینو دوست داشته باشه میگه خب این قبلا یه اتریوم خریده شده، درست قیمتش منطقی نیست ولی همچین اتفاقی افتاده، پس الان ارزش داره من بیام 2 اتریوم از کالکتور قبلی بخرمش، همچین چیزیه. این هم بخش سرمایه گذاری رو NFTه که هم خود قیمت اتریوم داره میره بالا، یه روند صعودی داره، این یه بخششه. مثلا آرتورکی که تو میخری یه اتریوم مثلا 2 روز پیش $2000 بوده، الان $600 اومده رو قیمت اون آرتورکه. همین که آرتورک فلان آرتیسته، اون آرتیست حالا یه جورای ریسکه که خیلی هم ریسک نیست در واقع، یعنی احتمالی که یه آرتیست بیاد یه ویو خیلی بدی به مردم بده خیلی کمتر از اینه که یه آرتیست معروف شو یه ویو خیلی خوبی رو بده. مثلا حساب کن کسی که اولین NFT بیپل رو خریده، مثلا اون موقعی که کسی نمیشناختتش نسبتاً، مثلا الان خب خیلی بیپل رو میشناختم ولی کسی نمیدونست که NFTش انقدر گرون میشه. آره خیلی کمتر بوده و خارج از دونه تیردی نمیشناختن واقعا بیپلو. بیپلو همه میشناختن که اوکی بیپل هست، هر روز داره کار میزنه، داره everyday render میگیره، بیشتر به خاطر اینم میشناختنش. کسی که الان اون NFT رو داره تو ولتشه الان به قیمت خیلی بالایی میتونه بفروشتش، به قیمت خیلی بالاتر، چون اولین NFT بیپله. خب میدونی که اولین چیزا هم همیشه کم ارزشمندترن. مثلا چجوری بگم، مثلا همین اولین NFT ویکند مثلا 10 سال دیگه ممکنه خیلی قیمت بالاتری فروش ریسل بشه. حالا یه جالبی که هست توی همون ریسل هم باز به آرتیست سود میرسه تو اکثر پلتفرم‌ها. یعنی چی؟ چون که اسمارت کانترکت دیگه رو بلاکچینه و همه میتونن ببیننش، یعنی یکی از خوبیای NFT اینه. تو توی ترادیشنال آرت مثلا تابلوی مونالیزا، حالا بگیریم اگه داوینچی زنده باشه هیچ سودی از فروش دوباره اون تابلوش نداره، یه بار از فروش اولیه‌اش سود میکنه و این اصلا ممکنه نفهمه که دوباره فروخته شده. ولی توی NFT همچین چیزی نیست، چون ثبت میشه تو هر بار که فروش میره کارت دوباره یه درصدی از اتریومی که فروش رفته برمیگره به والت خودت، حالا خودت تعیین میکنی 1% باشه، 2.5 که معمولا 2.5 میذارن، 2.5 5 10 اینو خودت تعیین میکنی و دوباره از فروش دوبارهش هم سود داری. و غیر از اینا یه برتری دیگه ای هم که داره نسبت به آرت ترادیشنال اینه که اوکی یا مثلا سیل بیاد یا موزه آتیش بگیره اون اثر از بین میره کاملا، ولی همچین اتفاقی واسه بلاکچین نمیفته. یه چیز معروفی که هست توی دنیای کریپتو بهش میگن حمله 51. این چیه؟ این میگه که تو بلاکچین رو وقتی 51% قدرتش رو بگیری، همون چیزی که اول اشاره کردی بهش، اگه اون قدرت 51% بیشتر بشه، هر چیزی که خودت ثبت کنی تو بلاکچین اون مورد تایید میشه، چون اکثریت رأی بلاکچین ها با خودته، که فقط تئوری ممکنه، عملی همچین چیزی غیر ممکنه. ببین البته که این نقص سیستمایی که بر اساس پروف آف ورک هستن دیگه، و میدونی کی میگه آره عملی میشه، اینکه مثلا یه چیزی مثل بیت کوین همینجور که زمان میگذره، یعنی بیت کوین این اگر که این باشه زمان، این باشه مثلا سختی ماین کردنش، اون اولا سختی ماین کردنش خیلی کم بود، همینجور که زمان میره جلو سختی ماین کردنش داشت به بی نهایت میل میکنه. آره میگن یه جایی میرسه مثلا اینجا که اصلا انقدر نمیصرفه که کسی ماین کنه، که تعداد ماینرها مثلا اگر که خیلی قبلا زیاد بوده یه تعداد خیلی اندکی میشه، و اون موقع این سیستم پروف آف ورک برای هم مشکل داره که هر کسی میتونه توش کار کنه. توی پروف آف استیک بر اساس میزان پولیه که از این عرضه دارن، ولی پروف آف ورک وقتی که اینطوریه بذار اینو بهت بگم که چرا همچین اتفاقی ماینرها کم میشه و چیز میشه.
تو هر چی میری بالاتر، این شرطی که داری میگی به خاطر اینه که یک، اول بیت کوین محدوده، یه جای تموم میشه ماینش، دیگه نمیشه چیز کرد بیت کوین رو تولید کنی خودت، بیت کوین اضافه پاداش به ماینرها بده. این اولیش. دومیش این که این واسه ارزش ثابته. یعنی چی؟ یعنی اوکی بیت کوین 1 دلار بوده سال اول، تو مثلا با هر ساعت ماین 10 دلار در می آوردی، مثلا الان بیت کوین شده، الان بیت کوین 1 دلار میمونه، الان داری 1 سنت در میاری. خب آره اینجوری نمیصرفه، ولی قیمت خود بیت کوین هم داره میره بالا. درسته که مقدارش نصف میشه، ولی خب قیمتش ممکنه حتی بیشتر هم بشه، چون داره پاداش تو با بیت کوین میده، با دلار به تو پاداشی نمیگیری. اتفاقی هم که میاد از لحاظ چیز میگفتم، از لحاظ اینایی که چون اینجا که دیگه ماینینگ جواب نمیده، اینایی که ترانزکشن ها رو چیز میکنن، پروف میکنن، کسایی که کار پی او دبلیو انجام میدن، اونا بالاخره فی میگیرن دیگه، یه فی از خود بلاکچین آره میگیرن. اون موقع است که حالا برشون میصرفه که این کار بکنن. بعد الان بیت کوین که میدونید لیمیتش 21 میلیونه. الان هم درصد خیلی زیادیش ماین شده، فکر کنم نزدیک 19 میلیونش تا حالا ماین شده، یعنی خیلی فاصله نداره اونقدر تا تموم شه، شاید مثلا کمتر از 10 سال باشه، نهایتا 10 سال دیگه تعداد بیت کوین ها تموم میشه. ببین چون خیلی سخت میشه، من شنیدم تا 2142 طول میکشه، چون خیلی سخت‌تر میشه. آره خب سخت‌تر میشه، ولی دقیق من نمیدونم، اطلاعات تکنیکی ندارم در این باره، فقط میدونم که تعدادش محدوده، هرچی بره بالاتر پاداش ماینرها نصف میشه و ولی به جاش چیز میشه، به جاش قیمت خود بیت کوین هم میره بالاتر، یعنی پاداششون به دلار در واقع داره افزایش پیدا میکنه، واسه همینه که ادامه پیدا میکنه ماین کردن. کلن میشه گفت ماینرها حالا خیلی چیز جالبی نیستن، یعنی اتفاقی که افتاده بیشتر فقط سود شخصی دارن، میدونی چی میگم؟ ماینرها الان مثلا یکی از همین اتفاقاتش که بیشتر 3D آرتیست ها درگیرشن، کارت گرافیک نیست، الان کارت گرافیک خیلی کمیاب شده و دارن به قیمت چند برابر میفروشنش، و چون ماینرها دارن میخرن با این قیمت، بازم پایین نمیاد قیمت ها. یکی این، یکی هم اینه که گسفی ها که خیلی میره بالا دیگه، چون پاداش ماینر هاست باز به همون صورت، گسفی که بیاد پایین پاداش ماینر میاد پایین دیگه، که بازم پاداش بیاد پایین تر کمتر کار میکنن، مثل همون جریانی که شد ما خواستیم یه پولی رو انتقال بدیم، چون گسفی پایین بود هیچ ماینری اکسپت نمیکرد که این پول رو واسه ما چیز کنه، واسه ما بیاره تو بلاکچین. و آره اتفاقی افتاد این بود که مجبور شدیم مثلا از یه ولت دیگه استفاده کنیم واسه همچین کاری دیگه. این از این. بعد اون بحث آینده NFT بود که داشتم میگفتم، حتی اومدن ازدواجشون هم روی بلاکچین ثبت کردن، دو نفر بودن. یکم اومدن... NFT های جالب هم بگو چون اینا خیلی جذابه. اون اولین توییته و میما و فلان اینا هم بگو. آره اولین توییت توییتر که فروخته شد بر اساس NFT، یه ایرانی هم خریدش اگه اشتباه نکنم. حالا ایسه جالبم که بهتون بگم، بدونید بزرگترین کالکتور فاوندیشن ایرانیه، و الان اگه کالکشنش رو بیارید واقعا نمیدونید چی بگید، با چه قیمت هایی کارها رو میخره و نگه میداره، خیلی چیز عجیبیه. مثلا اون NFT اسنودن رو کی خرید؟ اونم همی خرید؟ اسنودن هم فکر کنم آره اون 2000 خورده اتریوم فروش رفت. آره اسنودن هم 2000 خورده فروش رفت، الان تو فاوندیشن چک میکنم. ولی یه NFT بود، یه صفحه رنگی بود انیمیت میشد، فقط رنگش عوض میشد، 99 اتریوم فروش رفته بود، اونم باز فردین فرد خریده بود. خودش هم چیزه، خودش آرتیست، کار موزیک میکنه. جالب. من هم اسنودن رو میبینم، اسنودن صفحه دو خریدتش.
2224 اتریوم، معادل 5.5 میلیون دلار تونسته بفروشه. آره درسته. بعد تا الان NFT جالب میگم، یکی همون صف سیاه بود که فروش رفته بود، واقعا برام عجیب بود. و یکی همون NFT مال بیپل بود که آپدیت میشد. بقیهش اکثرا میره خارج از آرت، مثل همون که خونه رو فروخته بود. اتفاقا این سه جالبی که خارج از آرت رو میخوام بگی، چون آره یه سه جالبی که دیدم که خارج از آرت هم استفاده داره. آره جدیدن خیلی داره استفاده میشه. یه دونه یه شرکت بود کار مدیکال ماریجوانا میکرد و نمیدونم دقیقا چی رو به عنوان NFT فروخته، ولی حتی شرکت دارویی هم اومده بود NFT فروخته بود. خیلی چیز جالبی بود اصلا که اصلا چجوری ممکنه شرکت دارویی بیاد NFT بفروشه. یکی دیگه هم بود همین چند روز پیش، 46694 تا توییت از دونالد ترامپ فروخته بود. خب اکانتش بسته شده بود دیگه. دقیقاً همین گفتم جالب بود، اکانتش بسته شده بود، یعنی ترامپ اکانتش بسته شده بود. حالا 12 سالش هم چی میگم، 12 سال طول کشیده بود که همچین تعداد توییتی بذاره. حالا اینکه یکی دیگه تونسته بفروشتش، چجوری کپی رایتش گرفته واسم سوال بود. یا سن خارج از NFT بیپ اومده چیز کرده، 5 تا NFT دیزاین گذاشته. بیپ یه فشن برنده دیگه، حالا اکثرا میشناسن، مثل سوپریم و حالا مثلا شناخته شده تر لویی و گوچی و اینجور چیزا. بیپ هم اومده بود NFT فروخته بود. الن میخواد NFT شو دراب بده، مال الن شو. یه اتفاق دیگه هم که داره میفته، با بایننس آشنایی داری؟ تا حدودی دیگه. بایننس میشه گفت بزرگترین صرافی جهانه که تریداتش انجام میشه و حتی خودش هم کوین داره. خودش یه کریپتوکارنسی داره به نام بایننس کوین. رشد خیلی خوبی هم داشته. فکر کنم از نزدیک 10-20 دلار توی چند ماه پیش رسیده به 560 الان اگه اشتباه نکنم. بایننس میخواد بیاد خودش مارکت پلیس کریپتوکارنسی را بیام مارکت پلیس NFT را بندازه و مستر بیست هم باش. حالا مستر بیست اگه بشناسی یه یوتیوبره که کار اصلیش اینه که دونیشن انجام میده، مثلا چجوری یه جور ولاگره که دونیت میکنه، همچین حالتیه. مثلا ویدیوهاشو خیلی سنگین هم میکنه، دونیت های خیلی سنگین، مثلا میره رستوران مثلا $10,000 تیپ میده به اون گارسونی که میاد سفارشش رو میگیره. مثلا میره توی مثلا رفته توی لگو شاپ، هر چی لگو میخواستن و واسه شون میخرید، اصلا مهم نبود چیده. چیز جالبی هم که هست، حالا مستر بیست ثروت خودش رو از طریق کریپتو ها به دست آورده بود. یعنی توی سال 2017 بیتکوین یه پیک، بیتکوین که کلا همه چی پیک زیادی داشت، مثل همین امسال یا پارسال که انقدر رفت بالا، که اومد گفته بود در واقع از اونجا خیلی چیز شد، خیلی پول دار شد. خود یوتیوب هم که قطعا خیلی کمکش میکنه، یوتیوبر خیلی خوبیه. حالا اگر هم در جریان بکنم در جریان، آره در جریان باشن همه، یوتیوب میاد بر اساس ویو پول میده به کسی که واسه کانتنت درست میکنه. حالا هم یه بخش از پول تبلیغاتی که نشون میده، هم یه پول دیگه یا کنار میذاره که شرایط عجیبی هم داره ویدیوهاش. مثلا یه شرط نسبتا مسخره که درست شده توش اینه که کسی اگه تو ویدیوها بیاد کرسورد یا همون مثلا فوش بده تو ویدیوهاش، مانیتاژش کنسل میشه، یعنی نمیتونه از اون ویدیو پول در بیاره. حالا چرا میگن مسخره است؟ به خاطر اینکه اون اول ویدیو آپشن داره که میگه این ویدیو واسه زیر 18 سال ساخته نشده و حتی میتونی کامنتات هم بیای واسه زیر 18 سال ببنده که نتونه کامنت ها رو ببینه. نه دسترسی به ویدیو داره نه دسترسی به کامنت ها.
حالا واسه همین میگن که یوتیوبرا اکثرا چیز کردن، اعتراض کردن به این قانونه که چرا باید همچین چیزی باشه وقتی آپشن جدا داره. و حتی ما یوتیوب جدا داریم واسه بچه ها، یه یوتیوب کیدز داریم که جداست. وقتی همچین فیلترهایی هست دیگه چرا باید مانیتایزشون کنسل بشه؟ اکثرا هم که معترض بودن اون ولاگرها بودن یا استریمرها، چون مثلا استریمرهایی که هم بیشتر استفاده میکنن از این کلمه ها. حالا چی شد رفتی سمت یوتیوب؟ دیگه مستر بیست شد که رفتم سمت یوتیوب. آه تو مستر بیست هم میخواد بیا تو NFT دیگه، یعنی بایننس و مستر بیست الان با هم هن. مستر بیست رو بایننس، بایننس جالبه. من فکر میکردم، من قبلا فکر میکردم که این چیز باشه، این مثلا تتر باشه، از این کوینای استیبل باشه. نه نه استیبل نیست، نمیدونستم کوینه که میره بالا. آره آره. حالا یه اتفاقی که میفته حرفت... جورم حالا حرفتو تمام کردی، به نظرم کم کم بچه ها رو هم وارد بحث کنیم، ببینیم که اونا ایدهشون راجع به آینده NFT اینا چیه و کلا کریپتوکارنسی. تو ادامه بده، به نظرم بچه ها کسی دوست داشت وارد بحث بشه، بعد از اینکه حرف با ما تموم شد میتونید شروع کنید شما هم بیاد وارد بحث بشید. آره خب من دو تا چیزو بگم، یکی اینکه واسه NFT همون اول قصه آیندهشو بگم، بعد یه بحث نسبتا خارجی بگم. اینکه واسه NFT ها دیگه فقط مخصوص آرت نیست، دیگه الان میدونیم داره یکم گستره تر میشه، اسمارت کانترکت میاد روش و کانترکت های خیلی جالبی میتونه بیاد روش. مثلا مکدونالد میتونه NFT دراپ بده، بگه که آقا کالکتور این NFT تو هر جای دنیا تو شعبه مکدونالد بره میتونه رایگان غذا بخوره. مثلا چیز خیلی جالبیه، به قیمت خیلی بالایی هم احتمالاً خریده بشه. نمیتونه اینجوری باشه، مثلا میتونه استودیو ویزیت باشه مثل ایساپ راکی، که مثلا بیاد از استودیو موقع ضبط آهنگ بازدید کنن و ببینن مثلا چه خبره، چه جوریه. کلا خیلی سرویس میشه، سرویس محور هم باشه، حالا نه فقط قرارداد محور. مثلا فریلنسرها مثلا طراحی گرافیک میتونن بیان NFT چونو بفروشن. حالا مثلا میگه که اوکی مثلا من تو این هفته یا مثلا تو این ماه 10 تا سفارش لوگو میگیرم، این 10 تا رو میتونه بیاد بر اساس NFT بفروشه. که مثلا حالا باز اینم چیز میخواد، یه پلتفرم یا آپدیت تو پلتفرما میخواد که کالکتورها بتونن دیتیل اضافه کنن. مثلا کالکتور میاد دیتیل اضافه میکنه، اون بریف لوگوشو میده به اون دیزاینر، NFTشو میخره، اونم به جاش براش لوگو طراحی میکنه. این دیگه مثلا اون سود سرویس های فریلنسینگ هم میبره یه جورایی، 100% سود به خود دیزاینر میرسه. مثلا شما فایور کار کنی یه سی نزدیک 20% پول فروش کارتو ازت میگیره. خب یکم مبلغ زیادیه 20%، با کلا با هر جایی کار کنی یه درصدی ور میدارن. تو جایی که من میدونم مثلا NFT حتی اینم میتونه عوض کنه واسه دیزاینرها، چیز خوبی میشه. فقط میگم یکم آپدیت نیاز داره. خب میگم این بحث آینده بود که همچین اتفاقهایی میتونه روش بیفته. بحث دیگه هم توی کریپتو اینه که خیلی الان نزدیک فکر کنم 6000 تا کوین داریم ما، که بجز بیت کوین به بقیه‌شون تقریبا میگن آلت کوین. این آلت کوین ها میتونن سود خیلی خوبی داشته باشن، ولی تا چند سال آینده که دیگه همه برن سمت کریپتو کاملا جا بیفته، یه جورایی میشه گفت این آلت کوین ها رسما نابود میشن. مثلا الان توی ایران که ما داریم با تومن خرید و فروش میکنیم، قطعا کسی نمیاد مثلا سکه قاجاری مثلا اکسپت کنه. مثلا شما میرید مغازه مثلا سکه دوران قاجار بدید، مثلا بگید با این قیمت میخوام ازت بخرم، همچین اتفاقی نمیفته. پس چی میشه؟ خیلی از کوین ها میرن کنار. کدوم کوین ها میمونن؟ کوین هایی مثل اتریوم که داره اسمارت کانترکت ارائه میده، مثل بیت کوین که داره اون ارزش سرمایه گذاری رو ارائه میده، مثل فایل کوین که اگه شانه کنن رو بلاکچینش میتونی فایل ضبط کنی مستقیم، و خیلی از کوین های دیگه که میان یه ارزشی فراتر از فقط خرید و فروش ارائه میدن.
خودش باز خیلی آینده داره. مثلا کی فکرش میکرد بتونی بیای آرت ورک تو روی بستر یه کوین بفروشی؟ اتفاقای دیگه هم میفته، مثلا ممکنه حتی این کوین ها به عنوان سرویس باشن، مثلا مکدونالد بهت کوین خودش رو بزنه که تو کوین مکدونالد رو میخری، با اون میتونی غذاهای مکدونالد رو بخری، جای دیگه اکسپتش نمیکنن، فقط مکدونالد اکسپتش میکنه. چیز جالبیه به نظرم. بعد در آینده من حس میکنم اصلا دیگه مهم نیست تو کجای دنیا زندگی کنی، یعنی فرزند دقیقاً ببین یه مشکلی که من داشتم همین بود، استفاده میکنم بیت کوینه. آره همین که میگی. بعد آره من نمیدونم مثلا که دارایی کشورها اون موقع چی میشه. یعنی ما الان مثلا میگیم ریالمون یه پشتوانه مالی داره و این مثلا یه ارزشی به ریال ما میده در برابر دلار. خب وقتی همه دنیا یهو برن از بیت کوین استفاده کنن چی میشه؟ وقتی خب دیسنترالایزه. دقیقا دیگه همینو گفتم بهت دیگه، یه جورایی میشه گفت که داره مثلا حتی پلتفرم ها هم میتونن برن در بستر NFT باشن، که مثلا خود فاوندیشن اینا، خب اونا باز سنترالایزن دیگه. مثلا فیسبوک جای سنترالایزه، تو میتونی بیای بلاکچین مخصوص سوشال مدیای خودتو داشته باشی، تو چیزی که میخوای رو این بلاکچین میتونی بذاری و کسی مثلا نمیتونه کارتو سانسور کنه تو بلاکچین. آره مثلا شما یه اثر هنری تولید میکنی دیگه تو این تو اون شبکه اجتماعی امکان سانسورش نیست. البته بعدی خودش هم داره. بس میدونم. آره آره ارزش ها چی میشه؟ یعنی الان ما میگیم ببین الان تو مثلا دلار 23000 تومان. آره الان دلار 23000 تومانه، تو الان مثلا سکه دوران پهلوی داشته باشه کسی مثلا ازت میخره؟ نه میدونم چی میگه. ببین یه لحظه بذار من اینو بگم. میگم فرض کن که ما میگیم نسبت ارزش پول ملی ما به نسبت دلار 1:230,000 ریاله. خب الان این استنس ما رو در مقابل قدرت خرید یا آمریکایی یا قدرت خرید دلار مشخص میکنه. فرض کن هم اون آدمی که تو آمریکاست از بیت کوین استفاده کنه، هم اون آدمی که تو ایران از بیت کوین استفاده کنه. اون موقع تو میتونی بگی که یک کشور پولدارتر از کشور دیگه است، یا یعنی اینکه اصلا حقوقایی که ما میگیریم وقتی که پشت آره دیگه ببین بر اساس نیست. چرا باید بر اساس تعداد بیت کوینش میتونی بگیری؟ خب این خودش خیلی خوبی، الان نکته خوبی اشاره کردی. مثلا باز همچه اتفاقی ممکنه بیفته. مثلا الان خودت مثلا یه پروژه بگیری، قیمت ایرانش با قیمت جهانیش فرق داره قاعدتا. یکی از دلایل اصلیش هم خب قیمت ریاله که خیلی پایین تر مثلا قیمت دلاره، واسه همین یه تفاوت خیلی بدی رو ایجاد میکنه بین پروژه تو آمریکا و ایران. ولی میگم به جایی ممکنه برسه که دیگه همون حتی همون دلار هم ارزشی نداشته باشه در برابر کریپتوکارنسی ها. همه از اون استفاده میکنن و مثلا میخوایم مقایسه بکنیم، خب میای تعداد بیت کوین رو مقایسه میکنی. مثلا میگی که فلان کشور مثلا طبقه متوسط جامعهش به طور میانگین مثلا یه دونه بیت کوین دارن، یه دونه بیت کوین سرمایه دارن هر کدومشون. یا مثلا میتونی بگی که مثلا طبقه متوسط ایران با آمریکا، تو آمریکا یه بیت کوین نگه میداره به طور متوسط هر شهروند، تو ایران 0.1 بیت کوین نگه میدارن. اینجوری میتونی مقایسه بکنی. در واقع مقایسه میاد روی یه دونه چیز، یه دونه واحد، روی یه واحد داری مقایسه میکنی، نه اینکه مثلا بیای بگی که اوکی اونا دلار دارن ما ریال داریم. حالا اتفاقی که میفته اینجا چیه؟ اونا دلار دارن، مثلا دلار در میارن، مثلا درآمدشون 10 برابر ما با دلار رو حساب کنی، ولی خرجی هم که میکنن با دلاره. خب مثلا همین اونا مخارجشون بیشتره، درآمدشون هم بیشتره رو حساب کنی. حالا اوورال میانگین بخوای حساب بکنی، اوکی اونا بیشتر پول در میارن نسبت به ایران، حالا هم خرجشون هم چیزشون. ولی اینجا میاد چی میشه؟ اینجا میاد قیمتش یکی میشه، میاد واحدش یکی میشه
و واحد که یکی بشه مثلا میگی که اوکی مثلا تو آمریکا مثلا یه دیزاینر مثلا واسه لوگو داره یه بیت کوین میگیره، چرا من تو ایران و یک دما بیت کوین بگیرم و هیچ مانعی بین من آمریکا نیست؟ میای چیکار میکنی؟ میای سفارش از آمریکا میگیری، فریلنسر ایرانی میره تو واسه آمریکا کار میکنه، هیچ مانعی هم نیست دیگه. ترانزکشنی که قرار خیلی ایجاد بشه، اینکه نمیتونی تحریمش کنی، نمیتونی دقیقاً. یعنی الان مثلا تحریمای آمریکا اینا هم کلا میره رو هوا، شاید دکتر همین هست که خیلی مثلا رندر فارم و اینا پیدا میشه توی کشور، چون واقعا الان من یه دونه والت داشته باشم میتونم با هر کسی تو دنیا خرید و فروش کنم. دقیقاً مشکلم هم همین بود دیگه. من یه مدت پیش حالا تک و توک مثلا از خارج جایی مثلا یه سفارش میگرفتم، نمیدونستم خب الان اینو چی کارش کنم. من نه پیپل دارم نه مثلا مستقیم میتونه کارت به کارت کنه واسم، پیپل که اصلا بند میشم اگه وای پی ایران بخوام چیز کنم، و هزار تا چیز دیگه. میگفتم بیاین بیت کوین بزنید واسم اگه میتونید. حالا اتفاقی هم نیفتاد، نتونستن همچین کاری کنن. ولی البته این خبر خوب هم هست که پیپل هم داره چیز میکنه، آره پیپل هم میکنه. آره بیت کوین ساپورت میکنه پیپل، بیت کوین وقتی... و اتریوم و یه چیز دیگر رو فکر کنم ساپورت. من فقط بیت کوینش رو شنیده بودم که میتونی بخری مستقیم از تو پیپل. ولی خب یه اتفاق بدی هم که هست، حالا احتمالا در آینده درست میشه، مثلا الان بایننس واسه ایران تحریمه، خیلی از صرافی‌های خارجی تحریمن واسه ایران. مثلا بخوای اکسچنج انجام بدی از صرافی نمیتونی، از تو خود ولتت میتونی اکسچنج رو انجام بدی، حالا یکم کامیشن بیشتری میخوره، ولی خب بازم فکر کنم بدونی چی میگم. آره در واقع خودت شخصا باید این کار بکنی، فیش هم بدی. ببین الان نگاه کردم چیزایی که الان پیپر ساپورت میخواد بکنه یا کرده، بس ببینم ببین تتر یه جورایی آره هدفش همینه. تتر که این الان چیز میکنه، یه دونه این لایت کوین رو LTC لایت کوین و اتریوم و بلاکچین رو بذارم یکیشم ببینم، اینقدر پخش و پلاس مقاله بیتکوین کش نه. بیتکوین کش ببین تتر کارش همینه، یه جورایی تتر میاد، تتر که میدونی چیه یه جورایی USDTه دیگه تتر. آره آره یه ارزیه که ارزشش یه دلاره کلن، بالا پایین هم نمیشه، بالا پایین نمیره، بالا پایینش در حد سنته، مثلا بیاد پایین مثلا میشه 99 سنت مثلا میشه 1 دلار و 1 سنت، در این حد من دیدم بالا پایین بشه. ارزشش 1 دلار، خب یعنی یه کوین با ارزش ثابته. واسه همین تو میخوای جابجا کنی میتونی از تتر استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کاری که انجام میدن اینه، آقا مثلا بیت کوین داره میاد پایین، مثلا الان 50000 تا داره میاد پایین، همینجوری تو میای اون بیت کوینات رو تبدیل میکنی به تتر، ارزشش ثابت میمونه، تو 50000 تا تو ثابت داری. بیت کوین مثلا میاره 25000 تا دوباره میخواد به استارت بالا زدن رو بزنه، میای اون تتر رو تبدیل میکنی به بیت کوین، الان دو تا بیت کوین داری ولی دست پولت نزدی، یه جوری میدونی. آره دیگه تتر جوری هدفش همینه، استیبل تتر... کوینه دیگه. آره دیگه استیبل کوین ها هدفشون جابجایی بیشتر، مثلا اکسچنج کوین هاست هدفشون. تو بیای اکسچنج چند تا دیگه هم هستن ولی تتر الان خیلی استفاده میشه. آره دیگه اصلش تتره، پشتوانه هم نداره حتی، صرفا همه توافق کردیم که تتر دقیقا پول یکسن. تتر عرضه که پشتوانه هم نداره، که خیلی هم روی نقد میشه بهش که چرا پشتوانه نداری تو، از کجا مثلا عرض مشخص میشه. تتر رو میاری میشینی آقا چرا تو پشتوانه نداری؟ دقیقا. آره دیگه ببین یکم بیسش همین چیزای دیسنترالایز، بیسش میاد تو خود مردم. یعنی چی؟ یعنی یه مدت پیش بود داچ کوین یه حد شروع کرد رفت بالا، بالا رفتن، ولی اتفاق افتاد سر گیم استاپ، سهام گیم استاپ، چون خیلی توجهی بهش نمیشد می اومدن حالا یه سری حرکت می زدن اون تریدرهای
معروف خود مثلا بازار بورس مثلا آمریکا، یه همچین حرکت هایی میزدن، میبادن اینجوری بورس رو قرض میکردن، مثلا قرض میکردن میفروختن، قیمتش که میرفت پایین همون تعداد رو برمیگردوندن، یه جورایی ضرر به کسی که قرض داده میزدن. بعد یه سابردیت تو ردیت فهمید اینو، یه سابردیت خیلی بزرگی هم نبود، آره، رفتن کل سهامای گیمستاپ خریدن هولد کردن، بعد قیمت رفت بالا، بدبخت شدن اینا. پشتش اومدن چی کردن؟ خیلی جالب بود. آره پشتش اومدن چی کردن؟ دقیقاً اتفاقی تاریخ خیلی خفنه. بعد پشتش اومدن بچه جغله پشتش اومدن همچه اتاقی واسه داج کوین زدن، اومدن گفتن اوکی داج کوین یه جور میم کوینه، مثلا میتونم بهت بگم مثلا میم واسه فان درست شده. دقیقاً اومدن گفتن اوکی بیاین داج کوین همونو نفروشیم دیگه. بعد همینجوری نگه میداشتن نمیفروختن، قیمتش یه و فضایی رفت بالا. میگم همچین چیزی سگست دیگه. آره این سگه، حتی اسم کریئتورش هم نمیدونم، یه اسم فان از کریئتور بیت کوینه، نوشته بیلی مارکس و جکسون پالمر درستش کردن. حالا اینکه مثلا اسم مستعارشون چیه رو نمیدونم. اسم مستعارشون بعد ایلان ماسک هم که توییت زد راجع به دوچ کوین که اصلا ترکید دوچ کوین. آره دیگه، یه پسر آمریکاییه چیز کرد، جالب بود من میخونم، کل پسندازش رو توی 33 سالگی نه 20 خورده سال نمیدونم سنش دقیقا چرا بود، کل پسندازش رو با کلی قرض کرد و فلان، برسه همین توییت های ایلان ماسک، رفت 108 هزار دلار دوچکوین خرید، الان 1.5 میلیون دلار شده. آره دیگه اینجوریه، ولی خب همچین کوین هایی که انقدر شارپ میرن بالا همینجوری هم ممکنه زمین بخورن. این گیم استاپ رو بچه ها اگه علاقه مندید به اتفاقات مالی که میافته حتما به نظرم برید بخونید که چطور یه سری آدم از ردیت کل وال استریت رو داغون کردن. آشنایی به ردیت داری؟ آره ببین گیم استاپ نه با خود کامیونیتی شون، با کامیونیتی اینا که این کار کرد، کلنگ با کامیونیتی ردیت، آدمایی که تو ردیتن بعضی روی تصابات که اولی، حالا کامیونیتیش دقیقا مثلا چه خصوصی هدشون میگی و نمیم کامیونیتیش بیشتر چیزه، یعنی اکثر کامیونیتی ردیت میمه کلن، یعنی شما هرچی میم هم داری میبینی از ردیت میاد بیرون، اینجوری بگم. بعد خیلی در ردیمونم. آره حرکت هایی که میزنن خیلی جالبه، خیلی مثلا یه میم بود یک سال پیش که... بس بگم میگم گیم استاپ اون بازه‌ای که اینا سهامشو خریدن رفته بود جزو 5 تا کمپانی دنیا و گیم استاپ بچه‌ها بذار بهتون نشون بدم گیم استاپ چیه، و سهامش از تسلا و فکر کنم فیسبوک و مایکروسافت و اینا بیشتر داشت فروش میرفت. گیم استاپ آره. یه سری مغازه است که گیم میفروشه و اینه یه باش چیز اینطوریه و اصلا داشت ورشکست میشد و اصلا یه آدمی هم شروع کرد نگفت یه آره آدمی بود اینوستینگ کرد. گیم استاپ همین اتفاقی که افتاده بود چیز مستر بیست رفته بود شعبه محلی گیم استاپشون رو خریده بود، کلن کلش رو خریده بود. بعد یه مدت بعدش گفت که پشیمونم خریدم، اگه با همون پول سهامش رو میخریدم خیلی بالاتر میرفت. البته که الان کمبود پولم نداره ها. آره نداره، ولی خب خیلی میرفت بالاتر دیگه. آره دیگه خب آدم نمیدونه که بیا مسیریز بارا دی گیم استاپ استور بکره بات فلان. خیلی جالب. آره همین بچه هیچ چیزی ندارید، هیچ جای مبهمی تو این حرفای ما نیست، چون یکم بحثا اصلا رفت سمت تکنولوژی و اون بحثای مالی و اینا. هر جایی از این بحثی که ما کردیم سوالی داشتید یا نظری داشتید ما خیلی خوشحال میشیم که بهمون اضافه بشید گپ بزنیم، چون با حال دیگه راجع به آینده داریم میگیم و اینکه ممکنه همه این چیزایی هم که میگیم بارمان
هیچ اتفاقی نیفته، ممکنه هیچ کدوم اتفاق نیفته، ولی به نظر من پیش بینیه میفته. آره یعنی دلایل اتفاق افتادنشون بیشتر از اینه که اتفاق نیفتن. اینطوری کسی اگه خواست اضافه بشه بچه‌ها. خب ادامه بده بخش. خب کجا بودیم؟ یه خیلی هم پرد شد بحثش از NFT. آره رسیدیم کجا؟ ببین NFT های جالبی هم که فروش رفت، یه سری میم خیلی شروع شد NFT شد. سری... آره یادم رفت بگم میمای قدیمی هم بودن نسبتا، اصلا مال سال 2011 و اینا بودن. اصلا ویدیو اول نصرت که نمک میپاشید اون فروش رفت وایسا. آره دیگه اصلا طرف 10 سال یادش اومده همچنین چیزی هست میتونم بفروشمش. آره این گربه رنگی کمونه. آره اولین 600,000 دلار، حالا به قیمت اون موقع نمیدونم چند اتریوم بود. این گربه احتمال اولین NFT بود که یهو زیاد فروش رفت، یه بعد یه هفته بعدش مال بیپل 69 میلیون دلار فروش رفت، کلا یادشون رفت مردم اینو. آره خیلی مهم بود. چقدر تاریخ مسخره شده ها. قبوله، یعنی یه زمانی تو اصلا میرفتی تاریخ رو میخوندی چی هم میاد الان چی همه. سلام سلام خوب هستی محسن توی؟ آره آره من چون نمیبینم صدامو خوب نمیاد. آره صدات خوبه بچه ها. محسن خیلی با ما کمک میکنه و لایوارم محسن زحمت میکشه، خیلی وقت زحمت میکنه برامون. زحمت گرم محسن، زنده باشید. آها من یه چند وقتی حالا با دوستان میشینم صحبت میکنم راجع به کلا قضیه NFT و اتفاقایی که داره میفته، دیده خیلی مثبتی ندارم. اینکه یه سری افراد الان دارن پول در میارن از این قضیه و درآمد خیلی خوبی هم دارن، طرف اولین کار فلانی رو میخره بعد یه مدت میفروشه و درآمد خیلی بزرگی، ولی یکم دیدم نسبت به آینده است، یعنی هنره داره کجا میره. میدونی الان کسایی که دارن همین فردی که بارمان اسمش رو برد، فکر کنم چیز هیچکس هم خرید کاورارت جنگل آسفالتو، یعنی تو بری پیجش رو نگاه کنی طرف استودیو داره تو دبی با خیلی از خواننده هم داره کار میکنه و فکر نکنم خیلی ارق خاصی نسبت به اون چیزی که خریده داره، صرفا بحث مالیشه که خریده. بعد مردم هم کسایی هم که تولید کننده محتوا اون یه جورایی تحت تاثیر این قضیه قرار میگیرن و میگم یکم جوگیر میشن دیگه. ببین یه چیزی که هست بگو ببخش. ببین میخواستم بگم که اصلا بخش عمده‌ای از بازار هنر سرمایه گذاریه. الان خیلی از بازار هنری هستن که توی چیزا این خزانه های بانک های مختلف دنیا و هیچ کس نمیبینتشون. اینا اصلا یه کسی نخرید از روی مثلا ارق هنری و اینا که اینو نگاه کنه، اینو خریده که قیمتش بره بالا. اتفاقی که توی NFT داره میفته و اتفاق سمی و بدیه به نظر من اینه که NFT فضاش به شدت شبیه بازار هنر کلاسیکه، و ولی اتفاقی که میفته اینه که ما توی بازار هنر کلاسیک یه سری منتقد داریم و نقد هنری داریم. حالا نقد هنری که برای بازار NFT هست مطمئناً متفاوت خواهد بود با نقد هنری که برای آرت مارکت کلاسیک الان ما هست، ولی نقد هنری، مجالاتی که نقد هنری میکنن، کسایی که نقد مینویسن، اینا ارزش آثار رو مشخص میکنن. یعنی تو وقتی میخوای یه اثر رو بخری میبینی که آقا فلان منتقد راجعش نوشته، فلانی گفته. الان NFT خیلی رو هواست و این اتفاقای عجیب غریب توش میافته. مثلا در آینده این خیلی بهتر میشه، منتقدای هنری هم یکم چیز میکنن، یکم این گاردی که دارن رو از بین میبرن نسبت به NFT. میگن که آقا بالاخره بازار هنره دیگه، حالا هر چیزی که از ما ممکنه باش مخالف باشیم، ولی بازار هنر فعلی اینه، ما باید راجع به اینا هم نقد بنویسیم. واقعا بعید نیست تو یه سری از بزرگترین منتقدا رو ببینیم مثلا نشستن راجع به همین گربه دارن نقد مینویسن. اینکه به نظرم این که مثلا هنر دقیقا چیه هیچ وقت تعریف خیلی واضح و روشنی نداشته. خب و این جامعه هنری هم کلا خودش رو وقف میده با این تکنولوژی که تازه اومده.
یه زمانی مثلا کسی خبر نداشت اصلا اون برای دنیا داره چه اتفاق میفته، ولی الان دیگه هی داره جلوتر میره، مردم هم خودشون رو با این قضیه وفق میدن. ولی چیزی که یکم نگران کننده است، مثلا از نظر خودم دارم میگم، یه چیز شبیه سایبرپانک توری در میاد. یعنی یه سری شرکت ها، یه سری افراد خیلی خیلی پولدار میشن، مخصوصا این توضیحاتی که راجع به کارهایی که با NFT میشه کرد و دادین، یکم باز این ترسم بیشتر شد. یعنی فلان شرکت با یه سری ضوابطی که خودش میذاره، یه سری من که آدم خیلی معمولی هم، یه کلام نمیتونم هیچ وقت اون جایگاه مالی مد نظرم برسم. پولدارا پولدارتر میشن، شرکت ها قوی تر میشن، قوانین خاص خودشونو میذارن و به نظرم مثلا بعد 10-15 سال دیگه هیچ کدوم از کشورها نمیتونن با کمپانی ها رقابت کنن. یعنی پولاشون دیگه داره بیارزش میشه، پولا داره حتی تغییر میکنه باهاش. و این مراوداتی که بین مردم همیشه وجود داشته تو طول تاریخ دیگه کلا داره عوض میشه. و این که ما اینقدر بی تاثیریم تو این قضیه کم آزاردهنده است. میدونی چی میگم؟ یعنی انگار یه سریای دیگه دارن کلا نقشه رو میشینه. من اوکی ام با اینکه مرزها از بین بره، خب مردم به هم نزدیک‌تر شن، ولی اینکه کی پشت این قضیه است؟ تو خیلی کسایی که دارن مهم میکنن حتی از فرآیندی که داره اتفاق میفته خبر ندارن، دارن کار برای یکی دیگه انجام میدن. و میگم یکم دیدگاه همراه با چجوری میشه گفت، یکم گنگم نسبت به این قضیه. میدونی اینکه خود هنره داره کجا میره که بماند، بحث جداست، ولی کلی ترش رو بخوایم صحبت کنیم به نظر خودم یکم ترسناکه. نظر شما رو هم دوست دارم بدونم. من خیلی موافقم. کیه موافقه؟ من چون نمیدونم. خوبی آرلو آرلوی تدیمش. ببین این نگرانی ها من، ببین واقعا در آینده ممکنه و همین الان هم هست، مثلا ایلان ماسک یه نفری از کلی کشورهای دنیا آدم قدرتمندتریه، جف بزوس آدم قدرتمندتری، فیسبوک از خیلی کشورها قدرت بیشتری داره و متاسفانه همه اینا هم فقط توی یک کشور هم. اینش خیلی ترسناکه. این ترس رو من هم دارم، ولی خب به نظرم به همون نسبتی که حالا بارمان و امیرزا هم اگه هست نظرشون رو بگم، ولی به نظرم بالاخره همیشه این شرکت ها یه سری کارا میکردن که مردم نمیتونستن بکنن. الان مردم عادی هم تا حدودی تو اون سهم هستن. یعنی چرا؟ تو هم میتونی NFT تو بفروشی. تو هم بیپل مگه کیه؟ بیپل یه آدمی بود که از خودش میشد کلی آدم مسخرش میکردن اصلا. آرتورک تورک میکرد انقدر فروخت. حالا بیپل رو مثال میزنم چون خیلی بزرگ شد. خیلی دیگه هستن که انقدر دارن میفروشن. همون نیفتی رو شما باز کنی هر جا شو ببینی. اینا آدم های خیلی معمولی هن. و پولی هم از کارشون در نمی آوردن. به نظرم قدیم هم این اتفاق می افتاده و این شرکت ها و کمپانی ها و آدم های گنده این کار رو میکردن و بقیه چیزی تو جیبشون نمی رفت. الان همونطوره، ولی یه چیزایی تو جیب مردم دیگه هم میره به نظر میاد. ولی خب آره ترسناکه دیگه، اینکه همه چی ارزش داره، اینکه یه توییت ممکنه گرون باشه، اینکه یعنی ارزشی داشته باشه، اینکه یه میم ممکنه ارزش داشته باشه، همین که میگی سند ازدواجتو NFT کنی، اینا ترسناکه دیگه. همیشه هم ترس از آینده رو ما داریم. یعنی هر کتاب ساینس فیکشنی هم بخونی، هر فیلم ساینس فیکشن یا اصلا هم گیم سایبرپانک هم بازی کنی، این ترس از آینده همیشه هست و نمیدونیم چطور میشه. نه من با این موافق نیستم. الان مثال خوبش همین قضیه گیم استاپه. گیم استاپ نه تعداد آدماش خیلی زیاد بود، نه چیزهای خاصی بودن، نه آدمای خاصی بودن، اومدن یه حرکت زدن، کلی از همین آدمای بزرگ رو بدبخت کردن با همین چیز، با فقط خرید و نگه داشتن. و همین هایی هم که الان بزرگن قبلا عادی بودن، قبلا مگه چی بودن؟ اکثرا هم با استارتاپ اومدن بالا، چیزی نیست که. و الان که غیر متمرکز تر شده با کریپتوکارنسی ها و اینا خیلی راحت تر اتفاق میشه جلوشو گرفت دیگه، چیز متمرکزی نیست دیگه، تو ارزش پولتو کسی تعیین نمی کنه.
NFT تو کسی تعیین نمیکنه که مثلا چی باشه چی نباشه. حالا مگر اینکه مثلا قوانین کپی رایت رو نقض کنی. میگم احتمال کمتر هم شده با اون جایی که داریم پیش میریم. یه چیزی هم هست فعلا فکر نکنم زیاد هیچ کسی بهش بپرد، قضیه مشکلات زیست محیطی NFT. مثلا خیلی هنر، مثلا اینکه اومده کریپتوکارنسی با مثلا قضیه هنر آمیخته شده، وقتی بعد اکثر هنرمندان مثلا خیلی حامی محیط زیست و اینجور چیزا و اینا، خیلی ها مخالف NFT هن به خاطر این مشکلاتی که داره. قبلا خب کریپتوکارنسی خودش بود یه چیز سرمایه گذاری بود، مثلا اون چیزایی هم که توی فیلم ها ما دیدیم مثلا همه آدمای سرمایه دار و اینجور چیزا کلن این چیزا به فکرشون نیست، فقط به فکر خودشون هم اینا. ولی اینکه اومده تو قضیه هنر دیگه یه خورده به نظر من چیز کرده. مثلا خیلی ها هستن، چند تا یوتیوبر بودن من همیشه دنبالشون میکردم، ولی اینا میخواستم مثلا اون زمان که NFT اومده بود اولین NFTشونو که میخواستم بذارن، مثلا همون موقع فیلم گذاشتن که این کارو نکردیم به این دلیل، فهمیدیم که مثلا مشکل داره و اینا، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم چون باش مخالفیم. ولی مثلا توی ایران هنوز هیچ کس اصلا همچین چیزی نگفته، همه پیجا دارن فقط تبلیغ NFT رو میکنن. ولی یه چیز دیگه هم هست، این قضیه که میگه همه میتونن انجامش بدن، همین یه خورده بدش میکنه دیگه. میدونی مثلا همون قضیه توییت و این چیزا که اصلا هنر نیست که آوردنش تو NFT. مثلا اولش قرار بود واسه مثلا محصولات هنری باشه، ولی الان مثلا هر کسی که هنری هم نداره داره از یعنی برگشته دوباره به همون قضیه کریپتوکارنسی دیگه، چیز مثلا شاخص هنری نیست. ببین الان این دوتا نکته که میگی، اولیش اون بحث محیط زیستی که منم کاملا باش مخالفم، یعنی ما هم سعی کردیم بیشتر معرفی کنیم تا اینکه بخوایم تبلیغ کنیم، یعنی ما تا الان تبلیغ جایی رو نکردیم، یعنی نگفتیم بچه ها برید این کار بکنید، صرفا یه اتفاقی که داره میفته و خیلی مهمه باید بهش پرداخته بشه. بحث محیط زیستی هم آره خیلی این کار انجام ندادم، و چیزی که اول از بحثم بهش پرداختیم همین بحث مارکتی بود که روی تزوس داره کار میکنه و کلا بحث ترانزیشن کردن، یعنی مهاجرت کریپتوکارنسی جدید از پروف آف ورک به پروف آف استیک که در واقع خیلی مصرف انرژی اون کریپتوکارنسی رو میاره پایین. مصرف انرژیش دقیقا 2 میلیونیوم میشه، یعنی الان تزوس مصرف انرژی که روی بلاکچینش هست دقیقا 2 میلیونیوم اتریومه. حالا شما فرض کن که مثلا بیتکوین حالا چقدر بیشتر از خود اتریوم، برای همین کم کم اینا در نظر میگیرن و اینا درست میشه. و اینا که میگی یه سری چیزا ارزش پیدا کردن، ببین بدون مثل چی مونه به نظر من، فرض کن زمانی میگفتی که نسخه خطی یه کتابی خیلی ارزش داره، خب بعد چاپ به وجود میاد، گوتنبرگ میاد مثلا ماشین چاپ به وجود میاره، اختراع میکنه، و بعدن یه سری کتابی که چاپ شدن هم ارزش پیدا میکنه، ارزش تاریخی پیدا میکنه. الان ما یه سری کتاب چاپی داریم که به شدت ارزش تاریخی دارن، ولی اون موقع مطمئنن آدم ها میگفتن آقا این چه ارزشی داره. الان ما باید قبول کنیم که زندگی واقعیمون متاسفانه مجازی شده، و همونقدر که فرضاً الان یه نامه از صادق هدایت پیدا بشه ارزش داره، واقعا اون اولین توییت توییتر که جک دورسی زدم ارزش داره. فقط الان چون اقلام و استهای دیجیتال رو میتونستن همینجور کپی کنن ازش و هیچ راهی نبود که جلوش گرفته بشه، و NFT یا همون نان فانجبل توکن، ژتون غیر قابل تکثیری وجود نداشت، نمیشد خب اینو فروخت یا کاری کرد. و همین این مشکل حل شده که دارن اینو به فروش میرن، و یعنی من حس میکنم اتفاقا اینا ارزشمند هستن. حالا اینکه مشکلی رو حل نمیکنن یا اینکه اصلا چیزای مهمی نیستن یا چیز هنری نیستنش به کنار، من مثلا
کارم طراحی گرافیکه، یه چیزی که خیلی علاقه دارم مثلا پوستره، یه سری پوستر جمع کنم. یه سری پوستر هستن که مثلا بری تو تاریخ گرافیک، فرضاً اولین پوستر سینمایی ایران آبی و رابی یه پوستر بوده از یه فیلم دیگه، مثل اینه که مثلا ما توی اینستاگراممون استوری میکنیم میزنیم که فلان موقع لایف داریم، دقیقا همین کار کرده داشته، فقط اطلاع رسان بوده، ولی چون اولین پوستر از نوع خودش بوده مثلا الان ارزشمند شده. تو اگه پوستر آبی و رابی داشته باشی تو هر حراجی میتونی بری قیمت بالا بفروشیش. الان فرضاً پوستر جشن هنر شیراز قیمت خیلی بالایی فروش میره. چند پیش من یادم پوستر جشن هنر شیراز دوره هشتمش فکر کنم طغرانویسی قباتچی بود، اون 70 میلیون تومان یه جا فروش رفت، خیلی گنگ یادم، نمیدونم دقیقاً چقدر و کجا، ولی خب ارزش داره، یه چیز چاپی و ارزشش تو اون تاریخی بودنشه و اینکه تو اون زمان توی تاریخ تو اون مکان بوده و به چه دلیل. به نظر من این چیزای دیجیتالی هم ارزشمند هستن و ما تازه باید ارزششون رو کشف کنیم و ببینیم که آقا این asset دیجیتال واقعا یه ارزشی داره. اینطور نیستش که چون دیجیتال ارزشی نداشته باشه، اون توی اون واقعی تاریخی توی اون مکانی که بوده ارزش داشت. یا الان نظر من راجع به اون دوتا نکتهی که گفتی، حالا بچه های دیگه بارمان یا هر کسی دیگه هم نظری داره منظر میتونید بگید ببینید چی. اوکی بچه ها، سوالی حرف دیگه اگه هست، چون دو ساعتمون هم تموم شد کم کم میتونیم جلسه رو تموم کنیم. باز اگه سوالی چیزی دارید میتونید الان کوتاه بپرسید یا اگر نظری خودتون دارید، چون ما که صاحب نظر خاصی نیستیم، کسی بخواد سوالی بپرسه، ولی نظری اگه دارید، اگه فکر میکنید من یا بارمان یا امیرزا میتونیم کمکتون کنیم بپرسید، و اگر نه که بی خدافظی کنیم بازتون. درود فراوان. سلام امیرزا، خوبی؟ خیلی ممنون، مرسی، شما خوبی؟ یه سوالی که برای من مطرح شد این بودش که خب به علت حالا شرایطی که ایران داره، ما تبادلات ارزی مثل دلاری رو خیلی سخت و با شرکت‌های واسطه داریم، بعد این قضیه NFT ها که آثار که پیش میاد، خب ما یه مبلغ رو باید بدیم که کارت مینت بشه، بعد یه مبلغ دیگه حالا لیست بشه اگه درست متوجه شده باشم که حالا بعدش حالا اثر فروش بره دوباره اون مبلغ بره تو ولت ما، بعد ما بتونیم دریافت کنیم. این روند این که مثلا ما اون مبلغ رو بریزیم به حساب و دریافت کنیم، من بازم باید با این شرکت های واسطه انجام بشه یا نه یه داستان دیگه داره؟ ببین الان سوالی که راجع به روند NFT و این چیزا هست و ما، یه سری پست بارمان داره برام مینویسه که اصلا کلا روند NFT کردن کار و اینا رو توضیح میده و یه سری لایف میخوایم بذاریم که کلا اصلا این گیر و گورا رو در بیاریم. این لایف الان بیشتر راجع به آینده NFT و این کریپتوکارنسی توی آینده اقتصاد بود، ولی خلاصش اینه که هم صرافی انجام میدن هم کلی شرکت هستن، حالا ما از جای اسم نمیبریم، ولی یعنی اصلا سرچ کنیم مثلا خرید ارز دیجیتال کلی شرکت میاد که همینطور با کارت بانکی خودت جز میکنی، پول میریزی و یه والت هم که ساختش رایگان، یه والت میسازی جز اون حالا به والتت. جز چیزی که اینجا هست مستقیم از خود ولت هم میشه گرفت، یعنی شما خود ولتتون آپشن خرید داره، مشکلی نیست. به ریال از ولت میشه گرفت؟ یعنی ریال نه، به دلاره که میتونید اون دلار رو با صرافی ها بدید، یعنی حتی اگه خرید و فروش کیپ کارنسی توی صرافی ها هم ممنوع بشه همچین مشکلی نیست، شما هنوز میتونی، سرویس هایی هستن که با دلار واسهتون پرداخت انجام میدن، شما مستقیم از خود ولتت با دلار پرداخت میکنید. خیلی ممنون، مرسی. یا دیگه روش آخر هم میتونی اون پولش از طریق ماین به دست بیاری که خیلی منطقی نیست. اوکی بچه ها، فکرم تا الان خوب باشه و بحثمون هم به نظرم بعد پیش نرم جذاب بود برای خود من و بارم دمت گرم امیرزا، خیلی لطف کردی، یعنی من اگه این مفاهیم فنیشو میخواستم خودم توضیح بدم پیرم در میومد، و ممنون از همه که بودن و گوش کردن. حالا اگه سوالی چیزی هم از بچه ها دارید
میتونید براشون توی تکست چنل بنویسید یا حالا توی چنلایی که مربوط به این قضیه هست بنویسید، بچه‌ها جوابتون رو میدن. همین بارمان تو چیز دیگه نداری بگی؟ امیرزا فکر کنم رفته. من نه عالی هستی امیرزا، تو هم اگه حرف آخری سخن آخری داری بزن که خدا بزن. نه هیچی، من فقط لینک یه لینکی گفتم و فرستادم عالیه، دمت گرم، خیلی حس کردی. خب بچه همگی شبتون بخیر، خدافظ، مراقبت کنید. خدافظ، خیلی ممنون، خدا نگهدار. قربونتون، خدافظ.